بله دوستان عزیز، با سلام و با این امید که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. حتما میگید این کیه آمده جای سربی نشسته؟ دستکش در میارم چون اینم ماسک، فکر کردم میخوام بیام منزلتون. و حقیقت اینه که این روزا حتما دیدید هر جا میرید بعضی ها با ماسک هستن و جالبه اقلا این روزا ماسکاشونو میزنید یعنی میبینیم که چی زدن. بعضی ها هستن عمری هست که ماسک زدن و در قالب های دیگه زندگی میکنن و خیلی مشکله که شما پیداشون کنید. اجازه بدین من این وبسایت یعنی مردم تیوی رو، فیسبوکش دیگه یادم میره، واقعا خیلی چیز زیاده، ما هر روز مغزمون مشغولتر تو این روزا هم که واویلا شده و اصلا حواسمون سر جاش نیست. شما هم از بیکاری خسته شدید، خیلی از دوستان میبینیم توی فیسبوک ناله و آه که من تو خونه نشستم دارم ظرف زیاد میشورم فلان اینا. میگم خب آقا یعنی همیشه خانمت میشور، ساله یه روزم تو بشور دیگه، چی میشه؟ خب دوستان لطف کنید شما هم این برنامه رو با دوستان خودتون شیر کنید یا در میون بذارید، حتی اگر بعدن میبینید در حال برنامه زنده نیست میتونید این کار رو به عنوان واچ پاردی انجام بدید. اینم یک گزینه جدید از فیسبوک. و اما جمعه هست، این همه خبرهای بد شنیدیم، چند تا شوخی و اینها بگیم. گفت که طرف نوشته بود که رفته زنشو بیاره، وقتی اومده خونه دیده یه زن دیگر رو اشتباهی برداشته آورده. گفت خب ایرانی ها که همه خانم ها چشماشون خوشگله، اینا ماسک زده بودن، من فقط چشماشو دیدم ورش داشتم آوردمش. بعد گفت البته بهش گفتم خب حالا بمون شاید شما بهتر از اون زن اصلیش بود. این یه جوکی بود. آقای اکبری میگه من از خونه نشستن دیوونه شدم، یکم صبر کن من برات یه وبسایت رو میفرستم که مال ایران هم هست، 8 تا کار خیلی هم آسونه انجام داده. یه دوستی برای من پتیک گفته بود که آقا اگه از بیکاری حوصلت سر رفته برو توی حیات کارهای گلکاری یا اینا رو انجام بده. گفتم آقا میگفتن رفیق دزد و شریک قافله، تو دوست منی یا همسنگر با همسر من؟ چون همسر من این کارها رو دوست داره و من عمرن این کارها رو انجام نمیدم. خب میگن که بهیه نیو، من در این صفحه هستم، لطفاً من را اد کنید. چشم، روی صفحه شخصیم 5000 تا شده، من نمیتونم کسی را اد کنم ولی شما روی صفحه مردم تیوی اونجا انلیمیتد. اینم یه چیز مسخره‌ای بود که فیسبوک گذاشت حالا توش گیر کرده، در صورت شما هستید که میتونید به ما بپیوندید روی مردم تیوی. لینکاشو اینجا دوستان لطف کنن مال فیسبوک رو، فیسبوک مردم تیوی و فیسبوک صفحه شخصی خود من رو بذارن تا دیگر دوستان هم بیان، چون من اگه بزنم بنویسم شما رو اضافه کنیم میگن 5000 تا رو آردی گرفتی و دیگه حق نداری. خیلی من خلاصه اون 8 قسمت برای شما توضیح میده که کارهای عقب افتادتون. اصلا یکی از کارها این ایام همون خونه تکونیه. اگه کسی خونه تکونی انجام نداده، چرا میگم خونه تکونی؟ خونه تکونی این تمیز کردن، اینجا بهش میگن spring cleaning، یعنی تمیز کردن ایام بهار. در هر صورت اینم از این ماجرا. و من اول شعر میکنم بعد سلام بر شما. آقای مانی خورسندی، اگه همه مثل شما و داداشت بودن دنیا گلستون میشد، اون وقت ما ایرانی ها مثل حضرت آدم به فکر یه راهی می افتادیم که از این گلستان و بهش در بریم، می اومدیم زمین جهنم. ذات بشر اینه. ممنونم آقای خورسندی عزیز. من اول شعر می کنم بعد سلام بر شما. منم به شما سلام می کنم. سال نو رو روز اول فروردین برنامه داشتم ولی احیانا چون بعضی وقتا ممکن آدم نباشه، یه روزم نوشتید دارم رانندگی می کنم اینها، باز هم ما تا 13 به در تبریک میگیم به اونایی که بودن نبودن دو بار، اونی که بوده دو بار سه بار. خب این یه جوک بود که طرف رفته بوده همسرشو برداره، میگه ماسک زده بودن همه، چشماشو نگاه کردم آوردم منزل دیدم که اشتباهی بوده. بعد گفت حالا این زن بدی هم نیست،
این جوک رو که خوندم یاد یه جوکی افتادم، گفت که طرف رسید به دوستش نگران، گفت چیکار می‌کنی؟ گفت با همسرم بودم، همسرم گم کردم و اینا. گفت که خب این که نگرانی نداره، الان میریم اینجا انتظامات میگیم تو بلندگو اینا صدا میزنن. گفت تو همراهم بیا، من خیلی ناراحتم نمیتونم حرف بزنم. یا مثلا کانادا بودن، گفته بیا من فرانسوی یا انگلیسی بلد نیستم. خلاصه تو قبرس دوستان ماشینا مثل هندوستان و اینا اینوری رانندگی میکنن. چون یه فیلم میدیدم فکر کردم کانادا، بعدا دیدم کانادا یه قسمتش فرانسویه، یه قسمتش انگلیسیه، یه قسمتش آمریکایی یا انگلیسی صحبت میکنن، ولی انگلیسی رانندگی نمیکنن. فکر کنم قبرس بود. این یک. بله، یعنی تکان دادن. خب میدونم خانه تکانی یعنی تکان دادن، ولی ما مثلا یه پارچه‌ای رو که میخوایم تمیز کنیم، سفره نون که میخوردن بعد میمدن اینجوری میتکوندن، جایی که پرنده ایم حیوان چیزی بود میمد میخورد میره، اینو میگفتن تکونش بده تمیز بشه. تو ارتش پتوها رو اینجوری تکون میدادی، اخ چه خاکی میمد. اگه خیلی تکون میدادی همه پتوها میشد پود، از بس کهنه بود این پتوهای پشمی ارتش. ولی چرا بهش میگن خانه تکانی؟ و بعضی ها میگن البته باید یه خانه تکانی هم این بالا خونه انجام بدیم. خب ممنون و متشکرم. خلاصه با طرف میره انتظامات یا حالا اون قسمت سکیوریتی اون جایی که مثلا فیر بوده. توی آلمان این جشن‌ها رو چی میگفتن؟ آلمان چقدر هم چپ و راست جشن داشتیم، حالا لابد همه خونه نشین شدن، من دونم وایناختن فلان فستیوال فلان بمان. این آقای به این میگه، اون ترجمه میکنه، افسره میپرسه که یا اون مامور انتظامات میپرسه که خب خانم شما مثلا چی بوده؟ میگه این آقایی که دوستش بوده بدونی که از این سوال کنه مثلا میگه قدش 5 فوت بوده. این بهش میگه آقا بهش بگو 6 فوت بوده. میگه چشماش هیزل میشی بوده یا مثلا قهوه‌ای بوده. میگه آقا بگو چشماش آبی بوده، موهاش بوده. میگه آقا خب این که مشخصات زن تو نیست. طرف به این میگه، حتما این جوکر شنیدی، طرف به این میگه آقا به تو چه مربوط؟ حالا که این آقای افسر میخواد برای ما پیدا کنه، بذار یه خوبیشو پیدا کنه. اینم یه جوک دیگه. بله، میگه که آقای خورسندی میگه، میگه زنم هر نیم ساعت به من نگاه میکنه، میگه خدایا من را از این مصیبت نجات بده. نمیدونم به منه یا به کرونا، فکر کنم به هر دوتونه. روش نمیاد بگه من را از این مصیبت ها جمع ببنده. در صورت نه. بله، فس اودر ورانشتاولن اشلاولن، اوکی هم فس بهتره. خب خیلی ممنون. ولی یادم هوخایم، اتفاقا این دفعه که اومدم آلمان همین چند ماه پیش توی ماه نوامبر رفتم هوخایم و اونجا همون جشن چیز بود، روز سردی هم بود. اون شرابو با سینمون با دارچین گرم میکنن، خیلی خوب، 5 مارک، خیلی هم 5، همه روز من میگم مارک، 5 یورو، خیلی هم ارزون بود. در صورت هر جا هستید دوستان، از جشناشون استفاده کنید، از شادیاشون استفاده کنید و سعی کنید خوبیاشون رو بگیرید، بدیاشون رو دور بریزید. یه جوک دیگه براتون بگم. میگه که داشتم کاغذهای پدرم رو نگاه میکردم، دیدم این کاغذ پایان خدمتشه، نوشته که قد 160 سانتیمتر. البته 160 سانتیمتر قد بلندی نیست، قد 180 سانتیمتر 6 فوت بلنده، ولی 158 و 160 و اینا قدای بلندی نیست. فران اشتالتونگ، تقلب رسون، تقلب رسون به فران اشتال. بله، ویسبادن هم میرفتم، ویسبادن جلو همون کازینو یه جای خیلی بزرگی داره، جشنای خیلی قشنگ و اینا میذارن. و یادش بخیر، بالاخره این دورانیه که تو اون دوران که هستیم هی نق میزنیم آقا چه روزهای ورزخی، خسته شدم، همچی که ازش میگذره میگیم آقا یادش بخیر. سربازی یادتونه؟ این اکبری لشکر 4 بوده، پادگان شما 4 فکر کنم، چقدر نق میزدیم، حالا میگیم یاد اون روزا بخیر. فکر کنم بیشتر دنبال جوانیمون هستیم، نه اون روزای قدم آهسته بونه میدونم این چیزا. بمانه چی داشتم میگفتم؟ آها، میگه داشتم کاغذ بابام رو میخوندم، دیدم نوشته قد 160 سانتیمتر. بهش گفتم بابا راستی راستی قد تو 160 سانتیمتر بوده، من فقط فکر کنم بنویسن 180 سانتیمتر. بعد گفت که بله بچه جون، شما نمیدونی 160 سانتیمتر زمان شاه قد 2.5 متر الان بود. یه چی براتون بگم، با وجودی که این جوک و خواستن جوک بسازن، حقیقتا هم همینه. چون شما اگر دو نسل بری عقب، زمان شاه میشه 2 نسل، 2 تا 25 تا بری عقب میشه 2 نسل، 2 نسل بری عقب
اون موقع قد بلند کم داشتیم. الان شما نگاه کنید ماشاءالله قدای این جوونا چقدره. بعد اون موقع ما چشم رنگ چشم آبی و دیروز یه فیلمی از سعید راد دیدم چقدر افتضاح، چقدر افتضاح. سعید راد بلند شد اینجا رو ول کرد گفت من میرم ایران، من اونجا سعید رادم. آقای سعید راد عزیز من، آخه این فیلم ها چیه مزخرف درست میکنی به نام گیرنده؟ هی میگشت این ور اون گرد، چهار تا نامه برای رئیس جمهور میخوان ببرن، واقعا خجالت آوره. خب وقتی این سناریو رو میارن بهتون میخونن میگن میدن بهتون اون لاینا رو برید بخونید، بگی آقای چیه، چه پیامی داره برای مردم؟ در هر صورت اینم بله پست مهندسی. آقا شما از همون اولش مهندس بودی، ماجرای مهندس میدونی؟ یه مشتفری داشتیم مال یاسول بود، این خدمتکار هنرستان بود، بعد تو اون قسمت بخش برق هم میومد تو کارگاه و اینا. بعضی روزا که کارگاه داشتیم میپرسید از اینا، ما آخرم نفهمیدیم، میگفتن هنرجوها، هنرجو دانش آموزا بودن، هنرآموز به اصطلاح اونایی بودن که درس میدادن توی هنرستان. بعد میپرسید تا میدیدیمش میگفتیم که مش سفر امروز مثلا یه نهاری برای ما بخر، چون الحمدلله مدسای ایرانی که بوفه نداشت، بعد باید از بیرون چی میخریدی؟ بعد میگفت که به همه هم میگفت مهندس، کاری نداشت که این حالا نمیدونم کارآموز باشه چی باشه، میگفت مهندس. میگفت آقای مهندس رو چی شام الان ایرم، الان ایام برد نون ایخرم. آقا دیگه شما اونو نمیدیدیش اون روز، رفت حالا هفته دیگه تا یه روز دیگه و گرسنه نمیموندی. میگه که من 1.74 جزو بلند قدها بودم، الان دخترم از من بلندتره. همینو من دارم میگم. ببینید حالا به خاطر احمقایی مثل صدام، مثل این حکومت آخوندی، تحریمایی که این کشورهای احمق میکنن، نسلها رو دارن از بین میبرن، ضعیف میکنن. میگن الان مثلا نسل جدید عراق 1 تا 2 اینچ کوتاه‌ترن، حتما بعدا نسل ایران هم میگن قدش کوتاه‌تر میشه. البته ماشاءالله ایرانی ها خوب به خودشون میرسن از لحاظ خورد و خوراک و اینا. بله من یادمه فکر کنم اون وقتا برای ارتش و اینا میخواستی یه جا استخدام بشی، میگفت مینیموم 168 سانتیمتر، نه؟ شاید هم اشتباه میکنم. در صورت این جوکی که برای من ایشون فرستاده بود که دوستمون محمد علی فرستاده بود، وقتی خوندم خیلی به نظرم عجیب نمیمد که بابا شما قدت 160 بوده، اون گفته بله. یه واسونک شیرازی داداش من برام فرستاده، دوباره توی این ویدیو از بچه ها استفاده کردن. دوستان نکنید این کارو. اگه یه بچه ای تو فامیلتون خوش زبون و اینا هست، زرت این دوربین فیلم برداری رو ور ندارید، فیلم ازش بگیرید بذارید. این بچه قانونن باید 18 سالش باشه، اجازه بده شما ازش فیلم برداری کنید. اصلا من فکر میکنم یه روزی بشه که فیسبوک و یوتیوب و تلگرام و اینها فیلمای بچه‌ها رو ورداره. الان یوتیوب شروع کرده، وقتی ما فیلم میذاریم میگه این فیلم برای بچه‌ها ساخته شده یا با شرکت بچه‌ها ساخته شده، ما باید بگیم نه خیر نه خیر تا اجازه بده پخش کنیم. اونا هم این کارو میکنن. در صورت واسونک شیرازی، اصلا واسونکی که در عروسی‌ها گفته میشه چیکار داره به یه دختر 6 7 ساله؟ یک کمیشو گوش کنید، به نظر من خیلی افتضاح بود. و برای داداشم هم نوشتم که من اصلا با ویدیویی که توسط خب این یکیش بود، یکی دیگرش اون بود که یه دختر خانمی میگه من چند بار بهتون بگم از خونه نرید بیرون، به چه زبونی بگم و اینها. در اصلاً نشون میده که ما ضعف داریم که مجبوریم از یه چیز دیگه استفاده کنیم. حالا این اگه به خانم‌ها بگیم بدشون میاد، خانم‌ها ضعف دارن که مجبورن از لخت شدنشون تا اینجا سینه‌ش نشون بده، تا اینجا آسینش نشون بده، تا اونجا لنگ و پاچه‌ش نشون بده، تا یکی توجه کنه. والا اگه ضعف نداشته باشید شما همین هستی که هستی، همین هستی که برای همسرت هستی، همین هستی که برای فامیلت هستی. و متاسفانه مارکت کاری کرده که اینا این کارو انجام میدن. خب امروز دو تا خبر خوب دارم، یکی این که ساعت 3 با آقای امیرحسین لادن هستیم و ساعت 3:30 به وقت نیویورک با آقای
فرزاد نیساری هستیم تا درباره سال نو و این ماجرای کرونا و اینا صحبت کنند و یک نوشته ای که آقای لادن نوشته و شباهت های زیادی بین ترامپ و خامنه ای هست، یعنی کلن بین عمل کرده این دوتا دولت، اونو با هم صحبت میکنیم. اگر شما هم سوالی چیزی داشتید میتونید مطرح کنید. یه بار دیگه ازتون خواهش میکنم اگه این فیلم ها رو از یوتیوب میبینید سابسکرایب بشین، سابسکرایب اون زیر ویدیو یک دکمه قرمزه که یعنی شما هنوز سابسکرایب نشدید، به مجردی که کلیک کنید اون سابسکرایب رنگش عوض میشه، بغلش هم یک علامت زنگ ناقوسه یا این بل بهش میگن و اونو کلیک میکنید، هر وقت ما ویدیو میذاریم برای شما میاد دیگه، هی نمیخواد بنویسی سر بی ویدیو گذاشتی سر بی ویدیو لود شده، قشنگ براتون میاد. این هم برای شما خوبه هم برای ما. خیلی ممنون آقای خورسندی الان اینجا نوشت شیر یور ویدیو، اگه دیگران هم این کارو بکنن ما ممنون میشیم، متشکر. برم ببینم دیگه براتون چی نوشتن. حمایت از مردم تیوی، یکی از دوستان من که قبلا حمایت میکرد تلویزیون مردم رو نوشته بود که آقای سوربی من الان وضع بیزینسم خوب نیست و اینجوری و کارهای ساختمانی چیز شده و اونایی که براشون کار کردن پول نمیدن و امروز فردا میکنن اینا. من براش نوشتم که دوست عزیز، ما سعی میکنیم اول و آخر هر ماه برای این بیش از 3000 نفر رو ایمیلمون هستن، ولی برای 1700 نفر چیز بفرستیم، بنویسیم حمایت و اینها، و این جنبه خصوصی نداره و امیدوارم شما رو ناراحت نکرده باشم. نوشته بود نه من ناراحت نشدم ولی یکم به اصطلاح به هم چیز شده که اگه در صورت ایشون میخواد کمک کنه حمایت کنه ممنون و متشکرم. شما مگه حمایت نکردید حمایت کنید. این خط بزنم که دوبار براتون نخونم، حمایت از مردم تیوی، سابسکرایب یو یوتیوب و سنسس 2000، سنسس 2020. سنسس یعنی همون سرشماری. من برای مادرم این چیزه اومده بود مال سرشماری و اینجوریه که وقتی میاد اسم اینا نداره، فقط آدرس داره. بعد اینجا که شما نگاه میکنی یه شماره ای هم داره، شما میری رو وبسایتشون، اگه اینو داشته باشی با وارد کردن این کدی که بهتون دادن شما میزنید، اونا دیگه اسم و فامیل و اینا رو دارن و چند تا سوال ساده است، اصلا وقتی به اون صورت نمیگیره. من یادم اون وقتا میمدن در خونه ازت میپرسیدن میرفتن، بعضیا بودن بهش میگفتن لانگ فرم، یه فرم خیلی طولانی بود، یه نیم ساعتی اون مامور آمار و اینا باهات میمد، مامور سرشماری میمد باهاتون میمد. الان این کار خیلی ساده شده، اگر کسی لطف کنه سنسس آمریکا لینکش اینجا بذاره ممنون میشم، یا خودم الان براتون می‌نویسم. اجازه بدید تا بنویسم اینجا. بله 2020 سنسس میگه که برید my2020census.gov. این گاو گاورمنت، اول گاورمنت و این وبسایت مال گاورمنت. حسنشم اینه که تا حالا من ندیدم کسی تونسته باشه تقلب کنه توی وبسایت های اینها. my2020census اینجا یعنی همون سرشماری و یک ساختمان خیلی بزرگی دارن در مریلند نزدیک فروشگاه و نمایشگاه دوست ما آقای بیژن جعفری، و اتفاقا به همین خاطر اسم تعمیرگاه اینها هم هست سنسس آتو شاپ، چون یه بیلدینگ خیلی بزرگ اونجاست. گذاشتم اینجا my2020census.gov. اینایی که تو آمریکا هستن برید اونجا، آدرستون رو میخواد و میدونید که اونا اصلا همه چی رو میدونن. همین دیروز که تصویب شد کمک کنن به مردم آمریکا به خاطر این شرایط اقتصادی، میگه اصلا ما پولا رو مستقیم برای بانکتون میفرسیم. سالها پیش یه دوستی من گفت، مهمونی بودیم، گفت سوربی دیدی مثلا صبح میری بانک میپرسی من چند دارم، 1000 دلار اگه دارم میخوام یه چک بنویسم فلان اینا، میگو اصلا لازم نیست شما بری، تو همین مهمونی از دوستانت بپرس، همشون میدونن شما چند تو حسابته، چقدر بدهکاری، چقدر طلبکاری. به شوخی میگو، ولی الان واقعا همین جوری شده. در صورت دولت آمریکا گفته ما اونایی رو که حساب بانکی دارن و اینها
زودتر چه کار رو براشون میفرستیم. قرار شده گویا به هر خانواده، حرفا ضد و نقیض و زیاده، میگن $3,000 به خانواده 4 نفری، یعنی $1,000 به مرد، $1,000 به زن، دو تا $500 هم به بچه ها. بعضی ها گفتن نه $1,000، $1,200، $1,200. حالا وقتی اومد بهتون میگیم چند بوده، مهم نیست، ولی این $1,000 و $1,200 اینا برای یه هفته ماکسیموم، دو هفته کافیه. کسی که حقوقش مثلا $120,000، یا بذارید ساده تر مثال بزنیم، مثلا بگیم هفته $1,000 چک میگیره، $52,000 که الان دیگه $52,000 اینا اینجا حقوقی نیست، مثلا توی ویرجینیا، توی واشنگتن و اینها کمتر از $100,000 شما باید تو موشدونی زندگی کنید. در اصل این $1,000 حالا بله، چون $3,000 برای خانواده ممکنه چیز کنن، و خودشون میگن، میگن این استیمولس نیست، استیمولس یعنی به اصطلاح تقویت کنن اینا، ولی میگه که این برای اینه که شما گرسنه نمونی. دوستان یعنی تو آمریکا با این همه تدابیری که شده، با اون 4 تا پلر قانون اساسی آمریکایی که داشتن، این مملکت بعد از 245 سال رسیده به جایی که یه ترامپ احمق شالاتان اومده شده رئیس جمهورش، و این فکر میکرد میاد میشه رئیس جمهور، هر روز میره خانم بازی و هر روز میره گلف بازی میکنه، دیگران کارو میچرخونن و همش هم آدم های نادان و کمدان اینجوری هم فکر میکنه از دیگران بیشتر میدونه. اولین مشکلی که پیش اومده مثل خر به گل مونده جوری شده که یه عکس خیلی قشنگی دارم در رابطه با همین ماسک ها. راجع به ماسک براتون میگم، این ماسک دوستان یکی از نوع گرونترینشه که حالا نمیدونم 30 خورده 40 دلاره، یک داخلی داره، خود این دو لایه است، فیلترهای مختلفی داره، باز میشه، ولی اون روز فیلترش من در آوردم نگاه میکنم میبینم از این کنار قشنگ هوا میتونه بره و اینها. بعد اینجوری دو تا چی داره برای گوشت، این پشت دهنت بسته میشه، ولی نفس کشیدن باهاش مشکلی. ولی براتون بگم که اگر مردم همه یکم تمیزکاری میکردن و دولت به موقع به مردم میگه آقا برو تو خونتون بشین، مثل این شیرازی ها گو آقا بالاخره همه فهمیدن شیرازی ها درست فکر میکردن، میگه آمو بشین کجا میخوای بری، خودش میاد داستان میگه. در هر صورت من سالها سال اون موقعی که با ماشینای گازوئیلی بودیم، دستکشای بزرگ داشتیم، چرمی یا این دستکشای مال کار، گازوئیل بزن، تمیز کن، پلاستیک کن، هیچی که نداری این کیسای پلاستیک خرید و میکشی دست گازوئیل میزن، چون گازوئیل یه چربی خیلی بدی داره، اصلا بوش تا 2-3 ساعت میمونه. بعدن که یه کمی آدمتر شدیم، پیشرفته‌تر شدیم، این هند سانیتایزر، هند سانیتایزر این چیزایی که دست و اینا رو ضد عفونی میکنه، این کلمه عفونت، باکتری، ضد باکتری، صابون، همه صابونا آنتی باکتریا نیست، ما نمیدونیم. در صورت یکی میپرسید آقا این صابونای قالبی که مثل قدیم بهش میگن بار سوپ مایع نیست، اینا چی؟ طرف دستشو میشوره شاید ویروس مونده باشه. گفتم نه، اگه دستشو بشوره، مخصوصا چون میگن ویروس کرونا چربه و خیلی هم تنبله، وقتی میشوره میفته پایین، اون صابونو آب بزنید بذارید اونجا یک، و سعی کنید حالا از صابون مایع استفاده کنید، خسیس بازی در نیارید. من در برنامه قبلی بهتون گفتم که یه مجری تلویزیون پیدا شده درد خسیس بودن یا مفتخور بودن رو شفا میده، و اون مجری منم. میگید نه بیان جلو، دستاتون رو بزنید رو صفحه کامپیوتر، بیا جلو، تمام هست، شما جزو هم مفتخور هست، بیا بزنید رو صفحه کامپیوتر، چشماتون رو ببندید، شفا پیدا کردید. حالا حمایت کن، صابون که میزنید خیلی خسیس بازی در نیارید، زیاد به اندازه کافی بزنید. دستتون رو که میشورید، آقای سانجی گوپتای دیشب توی تا آمریکا نشون داد چجوری دستتون رو کامل بشورید، دوبار هپی بردی تو می بخونید، بعد دستتون انگشتتون رو اینجوری کنید، اینجوری کنید دستتون رو، اینجوری کنید که ناخوناتون هم پاک بشه. دیدید این اینایی که میخوان برن اتاق عمل چجوری دستاشون رو میشورن، با وجود که بعد میبینیم دستش هم تازه میکنه توی اون دستکش، ولی دست رو میشورن. اونا که مثلا با اون الکولا و یدوره چیه اینجوری زرده، با اونا میشورن. بله میگن ثابت شده که بهترین نوع ماسک
فیلتر قهوه است. آقا طرف گفت فیلترهای قهوه رو زیاد مصرف نکنید، ممکنه به زودی کاغذ توالتتون تموم بشه، مجبور بشید با فیلتر قهوه اونجاتون رو پاک کنید. پس این فیلتر قهوه مثل که خیلی موارد استفاده داره. خب ممنونم از یکایک دوستانی که اینجا هستن. دوستان یک خانم اینجا هست، بانوی گرامی مهین زندی. این خانم روانشناس هستن، قبلا توی واشنگتن بودن، بعد رفتن کالیفرنیا، فکر کنم دوباره برگشتن. مدت ها هست که قرار بوده بیان در تلویزیون مردم برنامه‌ای داشته باشن با شما صحبت کنن، مخصوصا ما ملت که هممون دیوونه هستیم و فکر میکنیم روانی نیستیم. نه اصلا با روانپزشک صحبت کردن هیچ ارتباطی با دیوانه بودن و روانی بودن نداره. مشکلات زندگی مخصوصا از موقعی که جهان صنعتی شده، میگن اونم مثل ماشین که شما احتیاج داری راه‌ها دور شده باید با ماشین بری، اونم باید با کمک روانپزشک و مشاور روانی و خانوادگی و اینها بتونی زندگیت رو به اصطلاح به سلامت به مقصد برسونی. تشکر میکنم از آقای لطیف زمانی که ایشون در انگلستان دفتر وکالت دارن. ما هرچی میگیم آقا خب یه آگهی هم به ما بده دیگه، یا ما که میگیم آقا روزی $2 بدید آگهیتون رو میذاریم تلویزیون مردم، اینجا که صحبت میکنه سوربی اون آگهی بالای سرش هر 10 ثانیه آگهی این میاد، 10 ثانیه بعد آگهیمون میاد و الی آخر. بعد ایشون میگن که very happy new year to you and to your family and to your followers. آقا من فالوور ندارم، من رهبر نیستم، کسی دنبال رو من باشه. اگرم کسی باشه به قول آقای لادن ممکنه همگام و همراه من باشه. دستان ممنون و متشکرم. I wish you the best for you. Good luck. Please take care of this virus. Good luck. آقا چی take care of کنم good virus؟ بگم آقا ویروس بفرماد اینجا برای چلو کباب بیارم. بگو please kick this virus out. بله منظورش اینه که take care of خودت، سلامتی. و بله داشتم اینو میگفتم. خلاصه حالا این دستکش های واینیل دیدید، اینا که کار آشپزی اینا انجام میدن این دستکش ها رو استفاده میکنن، خیلی ارزونه، 100 تاش توی بسته هست، استفاده کنید. باز تا موقعی که مجبور نیستید دوبار سه بار استفاده نکنید. این کلوراکس، این پارچه هایی که به اصطلاح آغشته شده به کلوراکس چی میشه؟ کلور و الکل و اینها استفاده کنید، تمیز کنید، بعدم که میبندید درشو خوب ببندید که خشک نشه، چون اگه خشک شده باشه که نشون میده الکل داخلش بوده پریده خشک شده، دیگه فایده ای نداره. و اولیش هم که این سانیتایزرها بود که بهتون گفتم وقتی میرید چی کنید. بهترین همه اینها یه سری دستمال کاغذی، دستمال حوله ای بذارید تو ماشینتون، مثلا پیاده میشی میری گس میزنی، بنزین میزنی. الان دیدم حتی کاسکو دیگه شما کردیت کارتتو لاله این اروپایی ها میخندن از ما، لازم نیست ببری داخل دستگاه، همین جوری که میگیری اون نور لیزر بهش میزنه اونایی که علامت چیز داره و عمل میکنه. بله ولی باز بالاخره دست میزنی به پمپ. حالا این خیلی جالبه، چند سال پیش مد شده بود، رایج شده بود تمام گستیشن ها سانیتایزر، اونجایی که شیشه ماشین تو تمیز میکنی سانیتایزر هم گذاشته بود، گس که میزدی میذاشت سر جاش، میمدی دستو میگرفتی زیر اینو میزدی، هم خوشبو میشد هم تمیز میشد دستم، با یه دستمال اونجا کاغذ، دستمال کاغذی بود مینداختی. یکی یکی اینا رفت. خب صحبت از بنزین شد، دوستان بنزین به حدی قیمتش اومده پایین که دیگه آمریکا تولیدات خودش رو فقط ذخیره میکنه و به بازار نمیده. چرا؟ گفتن بنزین، گس یعنی نفت. آمد طرف که آقا چرا میگید گس؟ گس که میشه گاز، گاز میپره، این که مایه است، بگید همون بنزین. توی آلمان هم میگفتیم چی؟ بنزین مثل میگفتیم. در هر صورت اینجا ما از روز که اومدیم میگن گس، به اون یکی میگن دیزل، فیول به گازوی. و قیمت نفت انقدر پایین اومده که میگن خیلی جالبه، میگن حتی به $20 ممکنه رسیده باشه یا برسه. بعد میگه که قیمت نفت بشکه $50 بود، این ویروس کوچولوی چینی که ترامپ خیلی اصرار داره بگه چینی، از $50 آوردش رو $20. اینو داشته باشید. بعد میگه قیمت ماسک یه بار مصرف و اینا $1 بود، حالا شده $20. یعنی چین میتونه یه ماسک بده
بله شده 20 دلار. یه ماسک بده یه بشکه 220 لیتری یا 55 گالونی نفت بگیره. ببینید چین چجوری زیرزیرکی پدر دنیا رو درآورده. حالا شما به من بگو سوپر پاور کیه؟ صحبت از سوپر پاور شد. باز برگردیم به ترامپ شارلاتان. این چون دید بازار مارکت داره میره پایین، داشت سنکوب میکرد، آمد گفت که میدونید چیه؟ جیزس، حضرت عیسی با این عید چیه، این عید پسه میگن چی هم فکر کن، نه پسه پسه بود بگید دیگه، ایستر، با ایستر بر میگرده میاد. این داستان های مزخرف. حالا شما ببین جیزس مثلا وسط تابستون دنیا اومده، اینا میگن نزدیک های ژانویه دنیا اومده، از اون وقت کی مرده، کی بوده، ته تاریخی بوده، میگن سه روز بعدش رحلت کرده، نمیدونم رحول کرده، چی میگن رفته هوا، بعد میگن برگشته، اون وقت حالا وصلشم کردن به یه مشت خرگوش و تخم مرغ، میرن تو حیات تخم مرغ پیدا میکنن دنبال جیزس. حالا یه رهبر مملکت اینقدر باید احمق باشه اگه اون آخونده میگه دعای فلانی رو بخون؟ دوستان ما اینجا گرفتار آخوند ترامپ هستیم. ترامپ هم میگه جیزس عیسی مسیح که داره زنده میشه، من میخوام شما همه بیاین توی کلیسا جمع بشید مثل گوساله 2000 نفر بیان یه جایی، اگر 4 نفرم اونجا مریض هستن و مبتلا هستن یا مبتلا هستن خودشون نمیدونن، این 4 نفر همه این 2000 نفر مبتلا کنن، بیان بیرون، برن تو خیابون، بیمارستان ها اونجور، برید بیمارستان های نیویورک رو روی یوتیوب نگاه کنید ببینید چه افتضاحه. و اینا باز با مدیریت این آقای گاورنر کومو و نمیدونم اون شهردار دل فلان بیسار اینجوری نگهش داشتن. و الا میدونید شما برید بخونید یه بار تاریکی یا بر رفته تو نیویورک ببینید چند نفر بهشون تجاوز شده، چه دزدی ها که شده. همین الان که من نشستم اینجا سرمارو گنده با شما صحبت میکنم، همه به فکر تهیه اسلحه هستن، اسلحه بخرن بشینن اینجا، اگه همسایش اومد گفت آقا میخوام کیک درست کنم تخم مرغ ندارم، شوتش کن. اینم شد روش پیشگیری. بعد این مرد واقعا قبی، این مرد وقی میاد به دروغ میگه میدونید که من حکومت، من وارث یه حکومتی شدم که همه چیش خراب بود و ما همچین چیزی نداشتیم، اصلا همچین چیزی سابقه نداره، در صورتی که گفتن در هر 10 سالی یا ماجرای اقتصادی پیش میاد یا ماجرای این حمله ویروس ها و اینها، و آمریکا همه اینا رو پشت سر گذاشته با مدیریت های خوب و نیم بدی که داشته و گذشته رفته. ولی این مردک تا آمد ورداش اون کمیته، اون سازمانی رو که پیش بینی میکرد آمادگی اعلام کنه برای این ماجراهای همین چیزهای واگی پندمیک فکر کنم یا اپیدمی و اینها، اینا رو بست. و حالا با وقاحت میاد میگه که اینجوری، بعد طرف میگه آقا گیرم که اونا نداشتن، تو که 2016 اومدی گفتی من همه چی رو با بشکن درست میکنم، مردک نزدیک به 4 ساله چرا فکری نکردی و امروز اینجوری موندی؟ بعد میاد خبر میده که 4000 تا یا 1 میلیون نمیدونم ماسک دیگه هم آوردیم، ماسک 1 میلیون کجا، 330 میلیون کجا. بعد طرف حساب کرد اگر دکترا بخوان این ماسکا رو درست حساب کنن، درست استفاده کنن، از این اتاق که میاد بیرون بندازد سطل آشغال، بره اونجا دستش تمیز کنه، دوباره ماسک بزنه، اون مریض رو ببینه، از اونجا که چون هر دکتری 10 نفر مریض رو ببینه، حساب کرد روزی 200 تا از این ماسک ها رو استفاده میکنه طرف. نمیشه بگیم تلف، چون تلف نمیکنه که، استفاده میکنه. حالا ببینید، فکر نکنید فقط شما اسیر آخوند هستید، ما هم اینجا اسیر آخوند ترامپ هستیم. چیزی که هست این همین کراوات میزنه و یه کچلوار میپوشه و خیلی از این ایرانی های بت پرست هم از پهلوی پرستی و شاهولایی تبدیل شدن به ترامپ پرستی. آقا ببین چقدر خوشتیپه، میگم آقا این مردم خودش مسخرش میکنن، نه هیکل داره نه. بله، پاپ بدون تماشاچی مراسم را در واتیکان انجام داد. این پاپ از اون مادر قهوه‌ای که حد و حساب نداره. من بارها گفتم کلیسا رسیده بود به مرحله‌ای که داشت سرنگون می‌شد
و فکر کردن چه کسی رو ما بذاریم که بتونه مردم رو گول بزنه، این آقای فرانسیس رو آوردن. آقا گیا اب نداره بیان، ما که خودمون بچه بازی میکنیم، ولی اونام بیان فلان بیسار، و اینه که فعلا اینا رو نگه داشته. و الا مردم خسته شده بودن، به اینجاشون رسیده بود. و این میشه گفت مثل خاتمی برای آخوندا، این پاپ خاتمی برای کلیساها بود. بله، wake up you are not live in مردم تیوی. شما درست میگی، ممنونم ازت، یادم رفته باید کات اینو بزنم. اوکی، حالا چی؟ مردم تیوی.com میگی یا مردم تیوی رو فیسبوک؟ حالا رو مردم تیوی.com هم هستم، ممنونم. اوستر، بله ما میگیم ایستر، چون شما اونجا به ایست، به شرق میگین اوست، یا به ساوت میگفتین زود. بله اینم میگید اوستر. حالا چرا ایستر هست؟ از ایست، از شرق چه چیزی میاد، اونو ما نمیدونیم. یه فیلمی هست مال بیل مار، بیل ماهر، ما ایرانی ها بعضی ها میگن، به نام ریلیجلس، ریدیکلس و ریلیجن قاطی کرده، ریلیجلس. یه کسی لینکشو پیدا کنه اینجا بذاره برای دوستان و اونو حتما تماشا کنید. من یه بار اولی که اومده بود نگاه کردم، یه بار چند روز پیش از تلویزیون، تلویزیونی که ما سرویسی که داریم آن دیمند داره، میتونی به میکروفونت بگی که من مثلا میخوام فیلمای بیل ما رو ببینم، همه فیلماش میاد. نمیدونم این فیلم روی یوتیوب هم باشه یا نه، ولی با $2, $3, $5 این فیلم رو ببینید و ببینید که چه شستشوی مغزی دادن به اونها. من با عزتون یک لحظه این مردم تیوی رو چک کنم و بیام ببینم که تصویرمون اونجا هم هست یا نه، صدامون هم هست یا نه. خیلی آخه ببین، من بهتون میگم، ما اولی که شروع کردیم که ما تا موقعی که خودمون کمک دیگران میکردیم، خب من از دوربین چی به اصطلاح شروع کردم، از کامرامن تا رسیدم به اونجایی که بهش میگن فلور دایرکتور، که وای میسی با یه گوشی به اون چیز میکنی، به تالنت بهش میگفتن. بذارید من ببینم اینجا فیلم هستش یا نه. بله میگه نا لایو استریم از نات اویلیبل. این مشکلیه که یوتیوب متاسفانه درست کرده برای ما، و سه هفته ما اینو روشن گذاشته بودیم، خاموش نمیکردیم، حالا اینجوری شده. خب فعلا از این استفاده کنید تا بعد از برنامه درستش کنم. و باید به ما چیز بدن به اصطلاح آدرس ثابت، استاتیک آی پی، نه استاتیک استریم کی، اونو اینا خرابش کردن. اینم هم دنباله همون تغییریه که هم فیسبوک و هم این با هم دیگه دادن، اینجوری شد. خب اب نداره، انقدر الحمدلله سوراخ‌های مختلف هستیم که اونجا نشد، اونجا، اونجا نشد، اونجا، و از همه اینا هم اگه نشد بعد از برنامه روی یوتیوب تماشا کنید. ولی فکر کنم درست میشه، چون ساعت 4 هم باید برنامه آقای حسن ارشاد رو پخش کنیم. خب این از این. و بله خیلی از کارا الان بدون دیدن هم دیگه، اتفاقا اون وبسایتی که به شما میگم همینو میگه، میگه شما اگر دلگیر دوستات هستی، خب حالا بیشتر باشون تماس بگیر از طریق فیس تایم، فیسبوک، اسکایپ، زوم، تیم، وبینار، سیسکو وب نه، یه هم چیزی. و اینه، من پیداش کنم بهتون بیارم بدم روی اینجا، ببینید دیگرانم ببینن. و 10 دقیقه دیگه ما میریم سراغ آقای امیر حسین لادن و کرونا ویروس، فیسبوک، ببینم این هست یا چیز دیگری هست. نه این یه آقای دکتر ایرانیه که سوال جواب میکنه راجع به کرونا ویروس کرونا. من اینم میذارم برای اینایی که رو فیسبوک هستن، اگه لطف کنه کسی اینو پیدا کنه توی چیز برای دیگرانم بذاره، خیلی ساده توضیح میده. به نظر من خیلی خوب بود، چون اونایی که خیلی میترسوننتون باعث میشه شما اصلا پنیک کنی، حتی آب خوردن رو نمیدونم، دست و روشستن معمولی هم یادت بره. و اما این 1 تا 8 نوشتم، 8 تا کار که میگه انجام بدید در این موقعیت، کمک میکنه که افسرده نشید،
ناراحت نشید، با دوستانتون، با اینایی که الان هم خونه هستید، همسرتون، بچه ها، درگیر چیز نشین، خدای نکرده دلخوری پیش نیاد. اینجا بذارید من این صفحه رو بیارم اینجا به شما نشون بدم. ما آخر نتونستیم یک کسی رو پیدا کنیم که کمک کنه دیگه، هم حالا که کرونا اومده دیگه نمیتونیم کسی رو بیاریم بشون اونجا کمک کنه، همین بهتر که خودمون تنها با شما باشیم. میگه یک، اگه این خانم میبینید با روسری هست، برای که این وبسایت مال ایرانه و یکی از دوستان دیروز برای من فرستاده، نوشته محیط خونه رو با رسیدگی به گل و گیاها برای خودتون دلپذیر کنید. دو، یه لیست از کارهای نیمه تمام تهیه کنید و به اونها برسید. خب راست میگه دیگه. سه، با اعضای خانواده بازی‌های گروهی ترتیب بدین که برای همه جالب باشه. آمریکایی‌ها خیلی از این بورد گیم دارن، مثل ما که اون وقتا دبل ناو و تخت نرد و فلان اینا بازی می‌کردیم، اینا بیشتر فامیلی هست. همون موناپولی هم یکیشه. و یک کارتون دیدم، کارتون نه، یه فیلم ویدیو بود، دو تا ایرانی نشستن این ور اون ور گود مکانیکی. اونایی که میدونن ما گود مکانیکی یه چیزی که زمین مغازهای مکانیک رو میکندن که مکانیک بره اون زیر زیر ماشین به جایی که جک بزنه اونا، خیلی هم سیف بود، پله میخورد میرفت پایین زود، نه دستگاه برقی، نه روغنی، نه پمپی. خلاصه از این ور گود به اون ور گود تخته بازی میکنن، هی تخته بازی میکنن، هی فشار میده این صفحه میره اون ور برمیگرده. جالب بود به نظر من. یک ساعتهایی رو از روز توی خونه موسیقی پخش کنین، به شرطی که فکر اونایی هم که با شما زندگی میکنن باشین. مثلا شما اگر راکن رول دوست دارین، همسرتون اگر موزیک کلاسیک دوست داره، خب این نمیشه، باید یک جایی چیز کنید، چال سرویس. بله بله. از این که کل روز، این پنجم میشه، از این که کل روز، آقای اکبری به تو هست، در جریان شنیدن اخبار باشین دوری کنید، راه برید، برید بیرون، قدم راه بزنید، قدم بزنید هوای تازه. و اینجا امروز هوا به شدت خوب و عالیه و بالاخره ما اولین روز بهاری رو میتونیم بگیم داریم. یک سینمای کوچیک خونگی درست کنین و فیلم‌های مورد علاقتون رو ببینین، که اینم فکر خوبیه که این روزا همه تلویزیون‌های بزرگ داریم، میتونیم این کار انجام بدیم. و مکالمه تصویری با خانواده و دوستانتون رو جایگزین دیدار نزدیک اونها کنین. ما هفتگی دور هم جمع می‌شدیم و دوستی دیروز پیشنهاد داد که به جایی که حالا بریم بیرون کافه، هفتگی بریم خونه همدیگه. گفتم باقا اینا میگن رفت آمد نکنید، و الا من میام تو این دایره که با شما هستم هفته یه بار منزل شما، از اینجا میرم یه مهمونی دیگه منزل اون یکی، از اونجا میرم این نمیشه، باید راه تو خونه بمون. و چیز یکی از کارهای باحالی که میشه این روزها انجام داد، یاد گرفتن یه مهارت جدیده. این به نظر من از همش مهمتره و خیلی هم آسونه. این روزها الان روی اینترنت دارن موزیک یاد میدن. والا اون موقع که ما ساعت 40 دلار میدادیم، هی برو دین 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 دو سل دو دو سل دو دو سل دو بزن، در صورت که الان موزیک بهت یاد میده، میگه آقا تو این سن و سال دیگه تو نباید بری کتاب موزیک و اون صفحه های خط موزیک رو بخونی، تو باید یکی یادت بده بگه آقا نگاه کن. حتی درام که ما بهش میگیم جاز، چرا میگیم جاز نمیدونه، درام ساختن شما برای بچهت میتونی بخری، نخری یا پدر گوشت رو در میاره، این یکی قرمزه، این یکی آبیه، این یکی سبزه، این میزنه به تلویزیون میشینه نگاه میکنه، بعد اینجوری میاد میگه آبی، با رنگ به این میگه. بعدی که یه مدت تمرین کرد دیگه اصلا نه نوت میخواد نه چیزی. ولی ما خودمون رو کشتیم. آقای لطفی خدا بیامرزش، آقای داوودیان خدا بیامرزه ایشون رو، زنده است، آقای نادر مجد، آقای شهرام جلالی، اینا استادای ما بودن. اینا چنان بلایی به سر شاگرد میارن که شاگرد میرتش. یه آقایی به نام آقای کامران، الان فاملیش یادم نیست، این یه بار اومد خونه ما همینجوری که نشسته گفت پیانو بزنی؟ گفتم نه دخترم میزنه. گفت من دیدم تو دنبال موسیقی هستی، بیا اینجا من یادت بدم. چی میخواد؟
اون آقا بابا کرم گفت بیا دیدیم 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 دو دقیقه یاد من داد چرا اینا انقدر مشکلش میکنن، چرا یاد نگرفتن که تو اگر روز اول یه موزیک به این یاد بدی این روز دوم میاد برای دومی سومی، نه اینکه بابا کرم یاد گرفت پمیشه میره در صورت اونم بماند. بله میگه رضا پهلوی خوب جاز میزنه، اگر رضا پهلوی جاز نزنه انتظار داری من و تویی که کار میکردیم زندگی میکردیم سربازی رفتیم جاز بزنیم؟ چرا این حرفا رو میزنی؟ 2:57 دقیقه است. ببینم چیز دیگه گذاشتم براتون اینجا، جوک های محمد علی رو خوندم، فیلم تختی. اجازه بدید تشکر کنم از آقای پتیک که یه فیلمی هست و این فیلم هم خودش جای حرف داره، یه جورای هنرپیشه ایرانی توشن ایران ساخته و من خوندم حتی آقای بابک تختی پسر تختی هم نظر موافقی درباره این فیلم داشته و آقای پتیک نگاه کرده، دو بار نگاه کرده، هر دو بار اشکش در اومده و به من گفت که این فیلم رو از تلویزیون مردم نشون بده، ایشون حمایت کرده. بله دوستان شما میتونید اگر فیلمی هست و اینها بذارید من اینجا بنویسم فیلم رو پیدا کنم برای فیسبوکی ها بذارم، بعد برای یوتیوب هم که خودشون رو یوتیوب پیدا میکنم، برای تلویزیون مردم اونجا میذارم پخش بشه. تختی باید بعد پیداش کنم بنویسم تختی پرژن رسلینگ. آها باید تو یوتیوب اول برم، ببخشید تو یوتیوب اگه برم اون پیدا میشه یوتیوب و حالا تختی غلامرضا تختی. میدونید که غلامرضا تختی فول مووی این نشته تخت گاز پیداش میکنم براتون میذارم، یا یکی اگه دوستان لینکش اینجا پیدا کنه. من خودم دو مرتبه نگاه کردم و دو مرتبه اشک ریختم و دو بار حسرت کشیدم، چون بر اساس این فیلم دوستان میگه تختی خودکشی کرده. آقا قبول، ولی دولت اون زمان و مردم کاری به سرش آوردن که راهی به جز خودکشی براش نذاشتن و تو اون فیلم نشون میده که حتی بهش پیشنهاد کردن وقتی آمریکا بوده آقا بی برو پناهنده باشو این کشور چیه، میگه آقا کشور مثل پدر مادرمه، چون میدونید پدر تختی اون کی بود، رجبی کی بوده که اصلا اسم تختی و اینا مال همین بوده که پدرش رو اون چیزه مینشسته و یخ خورد، اونم بیچاره دیوونه شده بود آخر عمرش. داستان جالبیه، بعد جالبه که مثلا تختی ازدواج میکنه بعد بچهش 4 ماهه بوده، این آقا بابکی که الان ماشاءالله با این هیکل توی کانادا هست این 4 ماهه بوده که تختی در سن 37 سالگی خودکشی میکنه. دیدن اون فیلم رو به شما پیشنهاد میکنم. از آقای پتیکم ممنون و متشکرم. اجازه بدید بریم سراغ آقای لادن و ساعت 3:30 هم بریم سراغ آقای فرزاد نیساری. من اینجا بنویسم اندیشکده که بله 3 days ago با ایشون امتحان کردیم. بله خیلی هم خوب، خیلی هم سریع بس شد و تصویر هم مثل همیشه عالی. و اجازه بدیم که ما یک کلاسی باز برداریم بریم از آقای لادن و دوستشون یاد بگیریم چه باید کرد، هم در رابطه با حکومت و آینده ایران، هم در رابطه با این تلویزیون و کار استدیو. خب اجازه بدیم که اینجا صدای آقای لادن رو هم بدیم به دستگاه مخصوص میکروفون خودشون و ببخشید صفحه بزرگ شد. بله آقای لادن با سلام به شما و با خوش آمد گفتن و با تبریک سال نو، با وجودی که این کرونا سال نو همه دنیا رو یا بهار رو یه مقداری به تأخیر انداخته، امیدواریم به زودی بهار بیاد و این کرونا رو برداره و بره. البته من امیدوارم این ترامپ شارلاتان رو هم با خودش ببره، حالا یا ببره ساوت به قول معروف فلوریدا یا از کاخ سفید دور کنه. خیلی ممنون که با ما هستید و اگر با دوستان
بیننده و شنونده میخوان که عید دیدنی داشته باشید، چون الان دیگه عید دیدنی ها هم از طریق همین برنامه های صدا و تصویری شده، بفرمایید تا بعد ما بیایم و چند تا سوال داریم درباره اون نوشته هایی که شما نوشتید و ببینیم که در آخرم چه باید کرد. بفرمایید. با درود و شادباش نوروزی به شما، به بینندگان و به هممیهنانمون. خیلی خوشحالم که در کنار شما هستم. منم مانند شما امید و آرزو دارم که از شر این ویروس سریع راحت بشیم و جون سالم به در ببریم و بتونیم مقابله و مبارزمونو با جهل و نادانی ادامه بدیم. ممنونم از شما. من سه تا سوال دارم، ولی دوستان روی فیسبوک میتونن اگر سوالی دارن یا نظری دارن بنویسن، من میخونم. شما هم مثل همیشه لطف کنید و پاسخ بدید. و این در رابطه با به اصطلاح اون نوشته شما هست که شباهت هایی میبینید بین ترامپ رئیس جمهور آمریکا و خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی. اگه لطف کنید و یه مقداری برای ما بگید که این شباهت ها کدامند، ممنون میشم. حتما، سپاسگزارم. نخست این که هر دو فرافکنی میکنن، یعنی دیگران رو متهم میکنن و مقصر میدونن. ترامپ اصرار داره که ویروس کرونا رو چینی بنامه و گسترش ویروس تقصیر چین بندازه. میگه که اگه چینی ها سه ماه زودتر به ما اطلاع داده بودن، چنین بساطی پیش نمی اومد. علی خامنه ای آمریکا رو متهم به تولید ویروس کرونا میکنه. خامنه ای میگه دولت آمریکا به ساختن ویروس، این از توی نوشته از گفته خودشه، میگه ساختن ویروس کرونای ویژه ایرانیان. بعد رژیم برای این که مشروعیت بده به این حرف، به این تئوری، میگه که آمریکا با استفاده از ژنتیک ایرانی این ویروس را برای ایران ساخته. یعنی آمریکا سلاح نژادی تولید کرده که میتونه یه نژاد خاصی رو هدف قرار بده. ببین، اینو برخورد نه تعجب آور و نه غیر عادی. یه بخشش میخوره به این تبهم تئوری توطئه که تبرن در میهنمون وجود داره، هممون میدونیم. دوباره من همیشه دیکتاتورها و خودخواه‌ها ازش استفاده میکنن، هم برای سرکوب رقباشون و هم برای اینکه مسائل رو در گردن دیگران میندازن. دوم اینکه آدمای خودشیفته مثل ترامپ و خودکامه مثل خامنه‌ای روششون فرافکنیه، یعنی تمرکز زدایی، یعنی ردگم کردن، تمرکز از روی کمبودهای حکومت برداشتن. سپاسگزارم. ممنونم از شما. همین در همین رابطه ترامپ مثلا با این ماجرای ایستر برین کلیسا و اینها، الان دوباره یک سر و صدا ایجاد کرد که نظرها رو از اون مشکلات اقتصادی و اینها به اصطلاح منحرف کرد و این معروفه، میگن استاد این کاره که وقتی یه مشکلی براش پیش میاد یه کار دیگه میکنه که به اصطلاح از اون مشکل به یه شکل خاصی بیرون میاد که دیگه مردم هم یادشون نمیمونه. شما لطف کنید بگید که چه شباهت هایی بین گسترش کرونا در ایران و آمریکا وجود داره. اتفاقا دیدم که از لحاظ رقابت اینها چین و ایتالیا و اینها رو هم کنار زدن و اینها دارن با هم رقابت میکنن. بفرمایید برای ما شباهت هایی که بین آمریکا و ایران در رابطه با کرونا. رژیم فقاهتی و دولت ترامپ هیچ کدوم در آغاز ویروس کرونا رو جدی نگرفتند. تا کار از کار گذشت و این ویروس فراگیر شد، هیچ کدوم درک درستی از نقش علم و دانش ندارن در رابطه با مذهب. برای شیخ خامنه‌ای مذهب ارجحیت داره به علم و دانش. برای ترامپ همه چیزدان همه چیز ارجحیت داره برای علم و دانش. جالب اینجاست که تصور ترامپ این بود که کرونا یه مشکل چینیست، مشکل یه کشور آسیاییه، آمریکا تافته جدا بافته‌ایه. دست اندرکان حکومتی در ایران
بر این تصور بودن که ویروسی که چین رو فلج کرده هیچ غلطی در جمهوری اسلامی نمیتونه بکنه. ترامپ و خامنه‌ای هر دو به معجزه باور دارن، ولی نوع معجزه شون متفاوته. ترامپ به معجزه ثروت و سرمایه داری کپیتالیست باور داره بیشتر از معجزه مذهبی. خامنه‌ای متوهم معجزه مذهبی و امدادهای غیبیه. در رابطه با شیوع این ویروس، ترامپ در کمال نادانی و بیتوجهی به تمام علائم موجود، گوشزدهای سازمان بهداشت آمریکا، اعلام خطر مقامات امنیتی، مشغول اتهام زنی بود به رقبای انتخاباتی و شعار دادن تا کار از کار گذشت و چندین ایالت در آمریکا مبتلا شد. بارها و بارها فقط سخنان پوچ و بی اساس و شعار مانند تحویل مردم داد. مثلا میگفتش که ویروس به زودی برطرف میشود و همه چیز از روز اول بهتر خواهد شد، همه چیز زیبا خواهد شد، گفت everything will be beautiful. خامنه ای هم مانند همترازش ترامپ، ولی روی موج متفاوت، از توهم و موهومات حریم حفاظت فرشتگان بهشتی گفتگو می کرد و همینطور ملاها. این نگرش کودکانه زاییده تقدیر و سرنوشته که توی فرهنگ فرسوده خرافاتی به شدت رواج داره و متعلق به دوران جاهلیت. آنچه هممون شاهدش بودیم اینه که با تصورات پوچ و جسایی بوده نمیشه با ویروس کرونا مبارزه کرد و نه مردم رو در مقابلش حفظ کرد. این توهم حرم و موهومات حفاظت فرشتگان تا به امروز در حدود 60,000 ایرانی رو مبتلا و قربانی کرده. سپاسگزارم. خیلی ممنون. این نمیدونم کسی خبر داره از سیستم آزمایش و تست در ایران؟ چون شما وقتی میگی 60,000 تا، اگر مثل آمریکا باشه که وقتی میگن 90,000 تا، اصلا اینا نتونستن به موقع و همین الان هم اگر افرادی میارن تو تلویزیون نشون میدن، میگه من چند روزه زنگ زدم تمام اون علائم رو هم دارم ولی به من نمیتونن اون چیز آزمایش رو برسونن. کسی میدونه که در ایران به چه صورت هست؟ آیا جایی هست که مردم بتونن آزادانه برن این تست و اینا رو به دست بیارن، یا اونم آقازاده ها و به اصطلاح ملازاده ها دسترسی دارن ولی مردم معمولی نه، و چه باید کرد در این قسمت؟ خب ببینید، این مسئله که داریم مطرح میکنیم بسیار بسیار مهم و اساسیه و متاسفانه هر دوی اون چیزی که بهش اشاره کردیم وجود داره. اولا که آمارها اکثرا ساختگیه و حقیقی نیست. دوما اینکه آقازاده ها و کسانی که در بخشی از حکومت هستن به همه چی دسترسی دارن و مردم عادی نه. این یک واقعیت. و اینی که شماره ها حقیقی نیست کاملا درسته، نه تنها که دروغ میگن ولی دسترسی نیست به این مسائل. شما وقتی میبینین در نیویورک که الان به شدت گرفتار و دوچار شده، با تمام تجهیزات هنوز یک عده‌ای میبینین تو صف وایسادن، وای به حال یک کشور در حال توسعه، یک کشوری که حکومتش خدا سالاره و ارجعیتاش اصلا ربطی به ایران و ایرانی نداره. بسیار ممنونم. در همین رابطه دیروز نشون میداد که توی نیویورک یه نفر توی اون سرما 5 ساعت وایساده بود، تازه این تا زمانی بود که باهاش مصاحبه کردن، حالا چند ساعت دیگه هم وایسه معلوم نیست. بعد از این همه وایسادن هم بالاخره موفق بشه که آزمایش کنن یا نه، اون هم معلوم نیست. اجازه بدین بیایم سراغ خرافات، ببینیم که با اونها چه باید کرد. دید شما در مورد خرافات و موهومات در مذاهب چی است؟ به نظر من این پرسش بسیار بسیار مهمی رو مطرح کردین. و جالب اینجاست که خرافات و موهومات نه مختص اسلام، نه فقط در ایران، در تمام ادیان
وجود داره و حضور داره. چند تا مثال رو با هم دیگه مرور میکنیم. در چندین ایالت در آمریکا کلیساهای بنیانگراهای مسیحی برنامه‌هاشون رو طبق روال عادی دارن ادامه میدن، انگار نه انگار که اصلا ویروس واگیردار در کمین نشسته و کوچکترین توجهی به اخطار متخصصان و دولت هم نمی کنن. برای مثال بنیادگرایان مسیحی در ایالت لوئیزیانا میگن این ویروس و این ویروس از طرف شیطونه و شیطون میخواد ما رو از اعتقادات مذهبیمون دور کنه و ما باید برای مقابله با شیطون به این مسائل توجه نکنیم. این باعث شده که الان این ایالت بالاترین شمار مبتلایان رو داره و تعداد نسبی مبتلایان لوئیزیانا 8 برابر متوسط در آمریکاست. حالا بریم یه نگاه بکنیم به فرانسه، یعنی فقط تو آمریکا نیست. رئیس آژانس بهداشت عمومی یک رابطه مستقیم پیدا کرده بین شرکت کنندگان در کلیساهای اوانجلیست ها و شیوع گسترده کرونا در اون منطقه. برای اینکه اون اوانجلیستان باورشون اینه که این یک کشمکشیه بین شیطان و عیسی مسیح و نباید به این مسئله توجهی کرد، تنها با دعا خوندن و باورمند بودن آدم حفظ خواهد شد. حالا بریم اصلا از مسیحیت بیرون، بریم به اسرائیل. تعداد زیادی از مبتلایان در میان تندروهای افراطی مذهبی در اسرائیل بر اساس گزارش وزارت بهداشت میگه که 1/4 مبتلایان به ویروس کرونا در اسرائیل از کنیساها و محل تجمع یهودیان بنیادگرا سرچشمه گرفته است. خاخام بزرگ یعنی آیت الله کلیمی های هاردی یه بخشی از کلیمی هاست که بنیادگرای یهودی هستن، دستور داده که تمام جلسات حوزه های مذهبی باید برقرار باشه، دیدارهای مذهبی برقرار باشه و باید هم هر هفته در اون 2 روزی که به کنیسا میرن همه در کنیسا حضور داشته باشن. و شیوع این کرونا در این گروه از تمام اسرائیل بیشتر. اولا بریم در ایران شیعه مسلمون، هممون با نقش تخریبی خرافات مذهبی و اینکه چگونه قم مرکز شیوع ویروس کرونا بوده آشناییم، هممون صدها داستان رو خوندیم و شنیدیم. 1/3 یا در ایران میگن بیش از 1/3 مبتلایان در ایران از قم بیرون اومده. سپاسگزارم. یعنی از قم شروع شده این ماجرا. کاملا میگن که این طلبه ها از تمام ایران هستن و اینا مرتب میرن به شهرشون دهاتشون هر جایی که بودن و اینو با خودشون میبرن و میارن و اونا رو که محاسبه کردن میگن بیش از 1/3 تمام ویروس منشأش قم بوده. آقای لادن، شما نظرتون درباره این صحبتی که ترامپ کرد که ایستر روز خیلی خوشگل و قشنگیه و همه بریم کلیساها رو پر کنیم چیه؟ و مطمئنم که شما هم میدونید و ترامپ نمیدونه که این قدرت نداره که دستور بده به فرماندارا که این کار رو انجام بدن. خود شما که در فلوریدا هستید چی فکر میکنید؟ به اصطلاح مردم، خب شما گفتید که لوئیزیانا رفتن، لوئیزیانا اتفاقا یه جشن دیگه ای هم چند ماه پیش بود گفتودن برگزار نکنید، اون فت تیوزدی برگزار کردن و دیروز میگفت چند نفر از اینایی که واگیر شدن یعنی گرفتار شدن از اونجا اومده. شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که اطرافیان ترامپ که واقعا میدونن این موضوع، مثل دکتر فاوچی و اینهایی که دستن در کار بوده، این در زمان 6 تا رئیس جمهور تا حالا کار کرده، اینا زورشون میرسه که به این آدم کمدان نشون بدن که آقا جیزس نمیتونه بیاد میلیون ها نفر رو نجات بده یا فرماندارا
جلوش وای میسن. ببینید من فکر کنم ترامپ اصلاً نه اعتقادی به جیزس داره و نه فکر میکنه که جیزس میاد کسی رو نجات میده. نه، این یه شارلاتانه، فقط و فقط یک هدف داره. هدفش اینه که دوباره در انتخابات رئیس جمهور بشه. هیچ چیزی که براش مهم نیست و با این هدف داره عوام فریبی میکنه. به نظر من این خیلی ساده است که این وقتی میگه در روز عید پاک کلیساها رو پر کنین، همه چیز زیبا دور هم بودن، اینا همش عوام فریبی و داستان سراییه. و یه چیزی هم خدمتون بگم، این پکیجی که الان در آمریکا دارن میدن برای شرکت ها و برای مردم و برای بیزنس ها، اکثریت این پکیج برای خریدن رأیه. یعنی ترامپ هر کاری میکنه، هر چی میگه، فقط و فقط به خاطر دوباره انتخاب شدنه. و اینی که آیا قدرت داره یا نداره اصلا مطرح نیست. ببینین قدرت داشتن، شما دارین راجع به دولت فدرال و دولت ایالت صحبت میکنه. بله، وقتی یک ایالتی یک دستوری رو میده، فدرال نمیتونه اونو کنسل کنه. ولی مسئله اون نیست. اگر مردم نادان و کمدان رفتن توی کلیساها، ایالت میخواد چیکار کنه؟ بره دستگیرشون کنه؟ بره بزنشون؟ این یک مشکل خیلی عظیمیه. حالا من یه پیشنهاد دارم، به ترامپ بگن خودتو، خانمتو، پسرت بیان اون روز همینجا در واشنگتن در بزرگترین کلیسا، مردمم بیان. چون من خودم چند مدت پیش یک کلیسا اینجا یه برنامه‌ای داشت و توی کاتولیک یونیورسیتی بود. باور کنید آقای لالن، به غیر از اینکه روی صندلی‌ها نشسته بودن، تمام اون جایی که اصلا از لحاظ فایر دیپارتمان این کار خطرناک بود، یعنی اگه آتش سوزی میشد همه میسوختن. اکاش میشد. آقا موازم خودتون باشیه. ولی من یه مقداری امیدوار بودم که این مسئله‌ای که در قم شیوع پیدا کرد، چون میدونست که اگر این ویروس به این بمبای که بهش میگن بمبای هوشمند، اگر این ویروس هوشمند بود میدونست که چه جوری کجا بره و چه کسایی رو از بین ببره. بسیار ممنونم. در همین رابطه که شما میگید ای کاش اون کلیسا آتش سوزی میشد، آقای اکبری نوشتن که کشیشی در رومانی جلو کلیسا با یک قاشق به مردم آب مقدس داد، متاسفانه همه مریض شدن. حالا منم اتفاقا یه جایی به یکی گفتم آقا خب بذارید برن اینا، اگر کسی اینقدر نادانه که به حرف دکتر فاوچی گوش نمیکنه که میگه ما بر اساس آمار و ارقام باید 10 هفته دیگه دوری کنیم و 2 هفته دیگه میخواد بلند شه بره با تخم مرغ و نمیدونم خرگوش عیسی مسیح بیاد اونا رو نجات بده، بذارید برن. واقعا آیا جامعه بهتر نیست بدون اینا؟ حالا هر قدم این نظر من نظر به اصطلاح بدی باشه و دوستان بگن آقا این سربی قلبش خیلی سفت شده و سخت شده و فلان، ولی واقعا جامعه بدون اینا راحت تر زندگی میکنه. ولی مشکل اینجاست که منم اونو گفتم، ولی خب پشیمونم که گفتم. علتش اینه که گناهکار نیستم. کمدانی گناه نیست و دلیل داره و یک جامعه درش چیز داره، مسئولیت داره، حکومت مسئولیت داره. شما نگاه کنین که ما در میهنمون قرن هاست، الان حساب 40 سال رژیم جمهوری اسلامی نیست، ما همیشه حکومت هامون حکومت های خدا سالار بود، یعنی مدعی مشروعیت الهی. من در یکی از برنامه های شما راجع به پهلوی پدر و پسر اینو گفتم. شما اگه خاطرتون باشه توی یا البته ما هر یک کدوم ما خاطرمون نیست همه مسائلو، ولی بالاخره همه اینا توی کتابا وجود داره که دو دوران پهلوی پدر میگفتن خدا شاه میهن، چه فرمان یزدان چه فرمان شاه. تو زمان پهلوی پسر میگفتن که
خویری اصلا ایشون اومد توی تلویزیون گفت و خودش هم نوشته که سلطنت موهبت الهی است که از طرف خداوند به شخص پادشاه تفویض شد. یعنی هم غیر از این پهلوی پدر پسر، همه پادشاه های ایران همشون خودشون رو یه جوری بند ناف و بس میکردن به خدا که بگن که ما مشروعیت الهی داریم. خب این مسئله وقتی شما قرنها توی کشورت از اون بالا ادعای مشروعیت الهی میکنن، این یواش یواش توی جامعه جا میفته، همه چیز اونطوری میشه. یعنی هم خدا از اون بالا وجود داره و شما از اونجا مشروعیت گرفتی، پس بنابراین مردم هیچ ارزش و احترامی ندارن، رعیتن در مقابل پادشاه، همینجوری که در مقابل این جمهوری اسلامی امتن. یکیش اونه، یکیش هم اینه که ما الان حداقل 1400 سال 1200 ساله که بعد از حمله اعراب به ایران و بعد از اون 200 سال اول که دوران خاموشی بود، برای اینکه هر کسی به فارسی اصلا حرف می‌زد می‌کشتنش. حالا بگذاریم از مسئله، داستان اینه که ما قرن‌ها هم حکومت‌های خداسالار داشتیم، هم مذهبی داشتیم که یه مذهب بیگانه بوده با فرهنگ و زبان و تاریخ ما و ما رو برده در یک چارچوبه که همه چیز خرافات و موهومات و سرنوشت و تقدیره. بسیار ممنونم. اگر صحبتی هست باز در این رابطه بفرمایید، اگه نه امیدوارم که روزای بهتری داشته باشیم و بیشتر بتونیم با شما باشیم تا درباره وضع ایران و وضع دنیا دیگه، حقیقتا الان همه جا اینجوری شده. ولی یه سوالی یه دوستی از من پرسیده بود وقتی گفتم فردا با آقای لادن هستیم، گفت که با آقای لادن بگو که به نظر شما آخوندها خطرناکترن یا ویروس کرونا، چون ما 41 سال به نظر میرسه که این آخوندها رو تحمل کردیم، حالا چه باید کنیم، به اصطلاح چه کار کنیم بین آخوندها و ویروس کرونا؟ اتفاقا پرسششون بسیار بسیار مهم و جالبه. من یک اشاره اینجا یه نوت نوشته بودم که بهش اشاره کنم ولی هنوز نکردم. اجازه بدین این که کرونا تنها تندرستی ملت ما رو هدف قرار نداده و آسیب پذیر نکرده، یعنی اوضاع مالیشون رو و همه زندگیشون رو تحت شها قرار داده. و مشکل بعدیمون در رابطه با همین پرسش این دوستمونه که کشور ما تحت سلطه حکومتی فاسد و دروغگو که هیچ ارزشی برای جان و مال مردم قائل نیست و ارجحیتاش غیر ایرانیه و سیاستش مغایر منافع ملیه، نه شعور برنامه ریزی داره نه ریاقت کشورداری، رژیمیه که با دروغ پردازی و آمارهای ساختگی فرافکنی میکنه و متهم دیگران رو متهم میکنه و تمرکز رو میخواد برداره. ما پرداشت من اینه که حکومت دو نوعه، یا خداسالاره یا اینکه یعنی ادعا میکنه که من مشروعیت الهی دارم یا منتخب مردمه. ما در میهنمون همیشه زیر همونجوری که اشاره کردم زیر سلطه حکومت‌های خداسالار بودیم و الان هم به شدت هستیم. حکومت خداسالار نیازی به مردم نداره، براشون اهمیتی هم قائل نمیشه و این در پیش از این گروه رژیم فقاهتی هم وجود داشت. و اینکه ما بزرگترین مشکل ما ویروس کرونا نیست، ویروس ولایت فقیهه. ببینین 170 سال پیش یکی از بزرگان و دانشمندان ایران، یه انسان فهمیده، ببینین چی میگه. اسمش بوده میرزا فتحعلی آخوندزاده. یه جمله رو میخوام براتون برای بیننده ها بخونم.
میگه هرگاه در جامعه ای آزادی نباشد و مردم تسلیم جامعه روحانیت باشند و عقل خودشان را در امور مدنیت به کار نبرند، شبیه اسب‌های آسیابند که هر روز در دایره معینه گردش نمایند، در وقت خود جو و کاه می‌خورند و آب می‌نوشند و می‌خوابند و بیدار می‌شوند و همان گردش دیروزی را تکرار می‌کنند. خب این پس ما کسانی رو داشتیم که این مسئله رو تشخیص دادن 170 سال پیش و مثل این که ما دوزاریمون نیفتاده. یه جمله هم از میرزاده عشقی میخوام براتون بگم. میدونین که میرزاده عشقی در زمان رضا شاه بود و در 31 سالگی به دستور رضا شاه جلوی در خونش کشتنش. این میرزاده عشقی یه جمله جالبی داره دید من راجع به جامعه، میگه و در ضمن 100 سال پیش زندگی میکرد، اون آخوندزاده مال 170 سال پیش بود، میگه اگه ساعت رو کوک نکنی، میدونین اون موقع ساعت ها همه کوکی بود، میگه اگه کوک نکنین کار نمیکن، از کار میفت. و اینو تشبیه میکنه به جامعه، میگه جامعه هم نیاز به یه دستکاری داره، نیاز به تحول داره و اگه نداشته باشه همه چی راکت میبونه و نابود میشه. به نظر من مقایسه جالبیه. بسیار ممنونم از شما. آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم با امید روزهای بهتر و آینده روشن‌تر. سپاسگزارم و با درود به تمام هم‌میهنانم. خیلی ممنون که با ما بودید. سپاسگزارم. دوستان عزیز، با آقای امیر حسین لادن بودیم. ایشون هم لطف میکنن و ویدیوها رو روی یوتیوب میذارن. من اینجا ازتون خواهش میکنم برنامه‌ای رو که دوست دارید مثل برنامه ایشون اون یوتیوب سابسکرایب بشین. وقتی سابسکرایب میشین براتون به مجرد اینکه یوتیوب اون ویدیو رو میذاره برای شما ارسال میکنن. ضمن این که من روی فیسبوک روی بالاترین و روی توییتر هم قرار میدم، ولی این سابسکرایب دیگه چیزی هست که کار رو آسون میکنه و سعی کنیم ما یه مقداری هم دنبال آسون شدن کارها باشیم. ساعت 3:29 دقیقه است به وقت نیویورک شرق آمریکا یا واشنگتن پایتخت آمریکا، 12:29 دقیقه به وقت کالیفرنیا. و آقای اکبری میگه دلیلش اینه که مردم بهشون پروبال میدن، اگه در ایران لنین هم سر کار بیاد این ملت پاچه خور در حد خدایی بالا میبرنش. حالا بابا اون لنین و اینا که به اصطلاح یه کارایی میکردن، یه حرفایی میزدن، یه مکتبهایی داشتن که یه چیزی میگفتن. این آخوندی که آمده مال 1400 سال پیش و اینو واقعا باید یه کسی بیاد از طرف حکومت شاه پاسخ بده که چرا اینا نیذاشتن این مزخرفات پخش بشه تا مردم بدونن که اینا چی گفتن، در مغزشون چی بوده و چه کردن. و اما بریم اروپا و با آقای فرزاد نیساری باشیم، دیداری داشته باشیم. این اول سال هنوز، امروز چندمه از لحاظ 8 فروردینه، من میگم قرارمون اینه که ما تا آخر به اصطلاح 13 بدر با دوستان احوال پرسی و عید دیدنی مجازی از راه بذارید ببینم صدای خوب شد، اینم زود پس شد، خیلی خوب شده. نمیدونم چون همه مردم دنیا در خونه نشستن این ارتباطات انقدر سریع شده، چون از طرفی میگفت از بس که مردم دارن فیلم نگاه میکنن ما مجبوریم اون HD یا های کوالیتی اون رو تبدیل کنیم به SD و با کوالیتی کمتری به مردم مشترکامون بدیم تا همه بتونن تماشا کنن. خب دوستان عزیز، با همشهری خوبمون هستیم، آقای فرزاد نیساری، سلام میکنم خدمت ایشون، ضمن خوش آمد سال نورم بهشون تبریک میگم، با وجودی که جایی برای تبریک نیست ولی ما کار خودمونو میکنیم، وظیفمونو انجام میدیم و امیدواریم که با آمدن بهار و گرم شدن هوا
این ویروس هم خجالت بکشه و بره. آقای نیساری شما چطور، این سال نوتون چطور بوده؟ یه مقداری بگید از اوضاع و احوال ایران و ماجرای کرونا. با درود بر شما و میهمانان گرامی، با درود. صدای من درست میاد؟ بله بله، من پشت سر شما یه چیزی میبینم مثل این وسائل پیکنیک، نه مثل وسائل کمپه، مثل اونایی که میخوان سفر برن یه چیزی رو آماده کردن. شاید اینم در رابطه با کرونا است. و توی آمریکا یک ترس آقا عجیبی را افتاده و اینا همه مسائلشون رو میخوان با اسلحه حل کنن. اصلا اسلحه فروشی ها دیگه تموم خالی شده و حالا امیدوار باشیم که به اونجاها نکشه. بعد به یه دوستی گفتم آقا ما 8 سال جنگ ایران و عراق تحمل کردیم، مردم بخشنده تر شده بودن، خیرتر شده بودن. شما همون روز اول رفتین تفنگ خریدین میخوام بشینید اگه همسایتون اومد ازتون تخم مرغ بگیره شوتش کنین. من ساکت میشم، میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید. زنده و پیروز، زنده و پیروز. با درود مجدد بر شما و میهمانان گرامی، با درود بر هممیهنان گرامی و آزادم، با درود بر معلمین و آنها که به من درس زندگی و آزادی آموختند، با درود بر فرزندان گرسنه و بی سر و پناه که دست و روی آنها را علی رغم کرونا از راه دور می‌بوسم. فرزاد نیساری هستم از ایل قشقایی در خدمت مردم ایران. برای سوربی، نوروز شما هم پیروز، هر روزتون نوروز و هر روزتون پیروز. ما ایرانی هستیم و نوروز جای خودش رو داره و گرفتاری ها هم جای خودش رو، به ویژه در رابطه با ما شیرازی ها که بیشتر اهل بیرون زدن و به اصطلاح لذت بردن از طبیعت هستیم. ما زندگی رو دوست داریم و نوروز هم زندگی هست، زندگی نو هست و به اصطلاح شکست تاریکی و پیروزی نور بر تاریکی است. بنابراین قدمش رو گرامی می‌داریم و عرض می‌نهیم. در رابطه با مسائلی که صحبت می‌کردید جلوتر، آقای لادن تا اونجایی که درستن اطلاعات لازم رو دادن، امکان داره مقداری از صحبت‌هایی که من می‌کنم امروز تکراری باشه، ولی برای هموطنانی که در داخل ایران هست امیدوارم مطالبی رو بتونم ابراز کنم. مسئله این است که در رابطه با کرونا ببینید، بایستی ما اینجوری ببینیم مسئله رو که حکومتی اسلامی در حقیقت داره دست گدایی به سوی بیگانه هایی دراز میکنه که 40 خورده‌ای سال هست همه رو میکوبه و مرگ بر این و بر آن و بر آنها میگه. بنابراین این حکومت اسلامی واقعا در عمل نشون داره که بجز گدایی، بجز عقب ماندگی، بجز واپسگرایی، بجز ناتوانی هیچ کار دیگری نمیتونه بکنه مگر اینکه بیاد بر سر جنازه های مرده مردم وایس فاتحه بخونه. حالا مثلا مثال میزنم، ببینید داروش رو میخواد از غرب وارد کنه، بعد امکاناتش رو از غرب گدایی میکنه، پولش رو از غرب گدایی میکنه، دکترش رو از غرب میخواد. حالا سوال این هست که آخه این چه حکومتی هست و چه این ایده ها و ایدئولوژی هست که علارغم که اینها 40 سال تونستن بکشن، از بین ببرن، تجاوز کنن، دزدی کنن، هنوز که هنوز درمانده خودشون توش ماندن. اینا یک دارو رو نتونستن تولید کنن. ضمناً تمام این وسایلی رو که دارن اعلام میکنن که داریم و نداریم و 6000 تخت به اصطلاح به وجود آوردیم، تصویر من درست است؟ بله بله. اینی که اعلام میکنن که نمیدونم 6000 تخت ایجاد کردیم، درست مشابه همون هواپیماهای مقوایی هست که ساختن و میگفتن ساخت ایران هست که آقا ما هواپیما ساختیم، این هم نمونهش. بعد مشخص شد که اینها عکسی بیش نیست. حالا اومدن تخت زدن 6000 تا، نه امکانات پزشکی اطرافش هست، نه وسایل پزشکی اطرافش هست، هیچی نیست. در حقیقت تخت خالی گذاشتن، اینم تختایی بوده که شاید مثلا از زندان‌ها جمع کردن، گفتن آقا زندانی‌ها رو زمین بخوابن بهتر هست. به هر روی در حال حاضر مشکل بسیار اساسی دو به اصطلاح علارغم این که تمام مردم ایران رو در بر گرفته، به ویژه دو گروه رو در بیشتر از همه در بر گرفته. یکی کسانی هستند که بی خانمان هستند و واقعا ندار هستند، و یکی کسانی هست که در زندان‌های این رژیم محبوسند. بنابراین کسانی که در زندان‌های این رژیم محبوس هستند
بایستی ما هر چه زودتر حتی اگر شده خانواده ها وسایل رو بخرن و ببرن و به این زندانی ها تحویل بدن. یک صدایی در بیاد که زندانی ها هم بفهمن که آقا یک عده از خانواده های اینها حداقل پشت اون در به فکر اینها هستن، چون امکانات درون زندان واقعا بسیار کوتاه هست. صحبت این بوده که حتی کادرهای پزشکی بعضی از این زندان ها رها کردن و رفتن. در هفته گذشته در زندان علی گودرز و در زندان تبریز شورش داشتیم که زندانی ها شورش کردن. من امیدوارم یک روزی تمام این زندان ها درهاش بشکنه، امیدوارم دیوارهاش خرد بشه. البته صحبت من این نیست که هر قاتلی رو ما بکشیم بیاریم بیرون و آزاد کنیم، ولی هزاران انسان بیگناه، هزاران انسان به خاطر داشتن ایده های گوناگون مخالف با این رژیم الان در زندان ها هستن، فرزندان ما اسیر این زندان ها هستن. و امیدوارم یک روزی که دیوارهای این زندان بر سر همه این آخوندها خراب بشه. این مسئله کرونا مسئله بسیار حادی هست آی سوربی. همون جور که میدونید ما چند ماه پیش مسئله سیل رو داشتیم و این سیل زمینهای بسیاری رو شسته. صحبت از این بود که امکان این هست که سیلوهای ما در اواخر اسفند ماه که همین چند روز پیش بود خالی بشه یا به جایی برسه که به اصطلاح غذا و اینها کمبود ایجاد بشه. هنوز خبری من نشنیدم برای این مسئله که واقعا همچین چیز اتفاق افتاده و یا نیفتاده. امیدوارم هرگز نیفته، ولی زمین های بسیار زیر آب و گل رفت و این زمین ها قابلیت تولید محصول را از دست دادن. بعضی از این محصول ها در تابستان یا اوائل تابستان وایسی شخ زده بشه یا که درو بشه به اصطلاح. هنوز ما منتظر اون مسائل هستیم که گریبانگیر ما بشه. بعد این رژیم درخواست 5 میلیارد به اصطلاح دلار یا هر چیزی هست کرده. یکی نیست به این احمق‌ها بگه این همه پول رو که شما صرف این ور اون ور کردید اگر به درد ملت ایران رسیده بودید که قابلیت همچین کارهایی رو ندارید، امروز ما دست گدایی و کاسه گدایی جلوی کشورهای دیگر نمی‌گرفتیم. البته کشورهای دیگر هم به ما نگاه می‌کنن و میگن آقای جون هر ملتی لیاقتش اون رهبرایی هست که انتخاب کرده، ما اینها رو انتخاب نکردیم، به ما انداختن در هر صورت، منتها در حال حاضر گرفتار این هستیم و تا اینها رو از بین نبریم متاسفانه لیاقت بهتر از این نداریم. بنابراین همه ما در اینجا گیر کردیم و بایستی هر کاری که از دستمون برمیاد بکنیم تا از دست اینها نجات پیدا بکنیم. یک مسئله هست در رابطه با کرونا و صحبت این بود که آقا ما نمیدونستیم. البته ما میدونیم که اینا آدم های دروغگوی هستن. اینا صحبتشون این بود که آقا ما نمیدونستیم یک همچین اتفاقایی داره میفته. در حقیقت تیمی از پزشکان در 12 بهمن سال پیش اعلام کرد مسئله کرونا رو به دولت و گفت که آقا همچین اتفاقی در چین افتاده، گریبان ما رو هم خواهد گرفت، از ورود و خروج چینی ها و یا رفتن به چین و غیره چیز کنید، جلوگیری کنید. هیچ کس گوش شنوا نداشت چون اینها میخواستن مسئله 21 بهمن ایجاد بشه و قدرتشون نشون بدن و مردم به درستی توی دهن اینها زدن. بعد مسئله انتخابات بود، اونجا هم مردم به درستی توی دهن اینها زدن که بسیار جالب بود و خیلی ما خوشحالیم از این مسئله. بعد اینها وقتی که کاسه کوزه ها توی سرشون شکست و کم کم خودشون گرفتار یک همچین چیزی شدن، اومدن اعلام کردن که بله ما نمیدونستیم و این کرونا تازه به ایران وارد شده. حالا ملت در به در دنبال ماسک و دنبال به اصطلاح وسایل طبی و نمیدونم صابون دستشویی و غیره بودن و چیزی پیدا نمیشد. در جنوب ایران در انبارهای بوشهر اینها ماسک و دیگه دستکش و وسایل دیگر رو قشنگ بسته‌بندی کرده بودن آماده صادر کنن به کشورهای شیخ نشین های خلیج فارس. حالا حساب بکنید اینها که اصلا خبر نداشتن از این مسائل و واقعا اگر که ایرانیانی که در خارج بودن اینها رو اون اندازه که بود افشا نکرده بودن، شاید اینها فکر میکردن که مردم ایران هم احمق هستن، خبر از هیچ جا ندارن و صداشو در نیاریم و هنوز ادامه بدن به فروش این وسایل به خارج، منتها مردم ایران رو باز بی‌پناه رها کنن. حالا هفته گذشته مقداری از همون ماسک‌ها که میگفتن نداریم، تولید نمیتونیم بکنیم و غیر و فلان، در فروشگاه های استانبول با مارک ایران داره به فروش میرسه. یعنی این رژیم واقعا از وقاحت گذشته، یعنی دیگه واقعا به تهش رسیده و ریشه گنداب اینها رو ما بایستی از خاک بیرون بکشیم و هر چه زودتر به دور بریزیم. بنابراین
مسئله این است که آیا میشه امکان این هست که این رژیم به مردم برسه و این مسئله کرونا رو بهتر حل بکنه؟ مسلما خیر. یعنی واقعا این کرونا هم درست مشابه همون بیماری وبایی که نمیدونم آیا سربیاتون میاد یا نه، زمانی که ما 5-6 ساله بودیم یک همچین بیماری به ایران زد و تازه اون وقت واکسینه می شدیم اگه یادتون باشه، و علی رغم اون مرده های بسیار، کشته های بسیاری دادیم. این بار مسائل بسیار رقت‌بارتر خواهد بود. متاسفانه آمار به هیچ وجه مشخص نیست. این دولت که آمار دقیق داده که الان آمار دقیق بده، منتها اون شانسی که مردم ایران آوردن منهای مثلا تهران و شهرهای بزرگ، چون کشور ایران از وسعت خاکی بسیاری برخوردار هست نسبت مثلا به کشوری مثل ایتالیا و فرانسه و جاهای دیگه که در سرزمین کوچکتر ولی به تعداد مساوی جمعیت دارن زندگی میکنن، بنابراین تا فکر میکنم که اگر بخوام حساب بکنیم امکان داره که آمار اون به اصطلاح کسانی که مبتلا شدن کمتر باشه. البته تهران شهر بسیار بزرگی هست، چندین میلیون جمعیت داره و بنابراین بیشترین تلفات رو متاسفانه در تهران خواهیم دید، اما هیچ امیدی به اینی که این رژیم بتونه هیچ غلطی بکنه نداریم، مگر به دست پرستاران و دکترهایی که واقعا در عرض دو هفته گذشته دست بریزاد داشته کارشون و از خود گذشتگی کردن، و من مطمئنم که تعدادی از اونها جان خودشون رو در این راه فدا خواهند کرد و مردم ایران بار دیگر مدیون کسانی خواهند بود از جان گذشته که ارزش کار اونها توسط این رژیم به هیچ وجه شناخته نخواهد شد. و ما متاسفانه درگیر یک همچین مسائلی هستیم و با این رژیمی که خودش علانه گم و گور شده، پنهان شده، اکثر سردمداراش به اصطلاح جنگیر شدن. آی سربی، تا دیروز تا اونجایی که من یادم هست اینها مارگیر هم شده بودن. به یک نفر از همشهری ها زنگ زده بودم چند هفته پیش، صحبتی میکردیم در رابطه با اینی که این رژیم بایستی بره، طرف در اومد گفت فلان این حرفا رو نزن میان ماره میگیرن، به لهجه خودمون البته. بهش گفتم من نمیدونستم که اینها مارگیر هم شدن. حالا گندش در اومده که آقای خامنه ای جنگیر هم شده. در حقیقت ایشون تا اونجایی که هوش میاد مطالب بسیار زیادی در رابطه با فقه و جن و اجنه و غیره نوشته، که حالا بایستی گندش در بیاد ببین اینها رو از کدام اتاق، از توی کدام دکان عطاری در آورده به اصطلاح. البته در اسلام از این چیزها بسیار هست. و مسئله این هست در حال حاضر، بنابراین کسانی که بی سر و پناه هستن، ندار هستن، اینا حتی مسئله خوراک دارن، چه رسد به این که ماسک و نمیدونم دستکش و اینها داشته باشن. من برای این که هموطنان تا اندازه‌ای وارد بشن به این که واقعا مسائل الان در حال حاضر چگونه در اروپا به اینها برخورد میشه، یک مقدار شمه توضیحی میدم. دولت‌های اروپایی اعلام کردن که همه مردم بایستی در خانه‌هاشون بمانند. اون کسانی که کار دارن یا حقوق میگیرن، در صورتی که کمبود کاری دارن هیچ شرکتی نمیتونه اینها رو اخراج بکنه. ببینید اینها رو بگذاریم کنار کارگران هفت‌تپه یا کارگران نمیدونم شرکت‌های گوناگونی که نگاه میکردیم میدیدیم 6 ماه 7 ماه حقوق روزهای عادی اونها رو به اونها نمیدن. در حال حاضر کشورهای غربی گفتن آقا در خانه‌هاتون بمانید، و شرکت‌هایی که قابلیت دادن حقوق به کارگرا و کارمنداشون رو ندارن، دولت این حقوقها رو جایگزین میکنه. هر کسی که شغل آزاد داره دولت به اینها میرسه. هیچ کسی در اروپا از گرسنگی و بیغذایی و درماندگی نمرده. اینها همون کافرها و بیگانه هایی هستند که این رژیم احمق به اصطلاح عقب مانده واپسگرای مدعی بهترین دین و غیره و غیره در ایران هیچ پشیزی برای یک همچین چیزهایی قائل نیست و ملت رو رها کرده که هیچ، بی حقوق که رها کرده هیچ، قبرنشین که کرده هیچ. یعنی در حقیقت ما با این رژیم باید حتما بره، وگرنه ما 500 سال دیگه هم از دنیا عقب خواهیم افتاد. این مسئله در فرانسه، در ایتالیا، در آلمان، در انگلیس، در همه اینها رهبران اینها از صبح تا شب مشغول، بیمارستان های اینها از صبح تا شب مشغول برای رسیدن به مردم هستند. من یک مثال دیگه براتون بزنم. تلویزیون انگلستان رو نگاه میکردم، امروز صبحی اعلام کرد که آقا برای رسیدگی به سالخوردگان درون مملکت که تعدادشون به 1.5 میلیون نفر میرسه و
و اینها کسانی هستند که نبایستی از خانهشون بیرون بیان و امکان داره اگر اومدن و مبتلا شدن بمیرن، نیاز به 250,000 داوطلب هست. امروز صبحی اعلام کرد، فردا صبحی 170,000 نفر داوطلب بود، فردا بعد از ظهری 252,000 نفر داوطلب بود، روز بعدش 420,000 داوطلب آماده برای خدمت و به کار. چرا؟ چون دولت اینها و حکومت اینها از اینها نه تنها نگهداری میکنه، بلکه جوابگوی به خواستهای اینها هست. حساب کنید اگر در غرب، اگر منظور من اروپا هست، از آمریکا متاسفانه خبری ندارم، آقای غربی شما بهتر میدونید، آقای سوربی شما بهتر میدونید آمریکا مسئلهش به چه ترتیبی هست، ولی در اروپا اگر این دولت ها به مردم نرسن، مردم شلوار از پای اینا بیرون میکشن، ناظر نمیگذارن اینا یک روز به حکومتشون ادامه بدن، چه رسد به این که به روز دوم بکشه. بنابراین مردم ما هم مستحق به چنین حکومت هایی هستن، ولی این چنین حکومت هایی بر پایه و اساس مردمیتش هست که پا گرفته. مردم حق و حقوق دارن، نه مسئله خدا هست، نه مسئله اسلام هست، نه مسئله دین هست. اینا هست که ما بایستی بیاموزیم که آقا این رژیم مردود شد، همان گونه که رژیم پیشین مردود شد، همان گونه که رژیم بعدی دیکتاتوری که غرب و یا بیگانه و یا کشورهای دیگری که منافع ما رو میخوان ببرن در تلاش هستن که جایگزین این بکنن، چون آبروی اینها رفته، باز از دوباره میخوان 1357 دیگر رو درست بکنن. ما بایستی حواسمون باشه، مادامی که خودمون سر کار نیایم، ما از مزایای همچون مزایایی که این غربی ها دارن استفاده میکنن در بزنگاه مشکلات واقعا راحت زندگی میکنن برخوردار نخواهیم بود. و فرزند ایرانی که امروز گرسنه در قبر میخوابه، تعدادش روز به روز بیشتر خواهد شد. بنابراین هموطنان، بایستی بر پا خیزیم، بایستی هر کسی تا اونجایی که میتونه در حد توانایی خودش کار کنه. من یک مثال میزنم، صحبتی است که آقا شما که در خارج از کشور هستید فقط حرف میزنید، به عمل که میرسه هیچ کاری از دستتون بر نمیاد. این درست نیست، ولی تا اندازه‌ای هم در بعضی موارد درست هست. من مثال میزنم، نزدیک بین 8 تا 10 میلیون، آمار دقیق ندارم، ولی بین 8 تا 10 میلیون ایرانی در خارج از کشور زندگی میکنه. شما حساب بکنید اگر هر کدوم اینها روزی 5 دلار از همون درآمدی که دولت‌های غربی به اینها میدن حتی اگر بیکار باشن، حساب بکنید اگر حتی اینها بیکار باشن در یک همچین مواقعی حقوق بیکاری میگیرن، اگر روزی 5 دلار از این پول رو به هموطنان ایرانیشون، نه به خانواده‌های خودشون در ایران، نه به پسر خاله پسر دایی، به اقوام نزدیک خودشون، من نمیگم بیان به ما بدید، ولی به اونها بدن، نه یه پله برن عقب‌تر اگر نیاز نیست به کسانی که محتاج هستن بدن، و دست هموطنشون رو در حال حاضر موظف هستن که بگیرن و متاسفانه از این خبرها نیست. بنابراین ایرانی هایی هم که در خارج هستن در یک همچین موقعیتی باید از خودگذشتگی بیشتری کنن، بایستی از خودشون مایه بگذارن و وظیفه مند هستن که برای خدمت به مردم یک همچین اقدامی رو انجام بدن، و این رو اگر انجام بدن اون وقت مشخص میشه که آقا ما هم که در خارج هستیم تا اونجایی که در توانمون هست کار میکنیم و با مردم ایران یکی هستیم. زنده و پیروز. آیه سوربی اگر سوالی هست در خدمتم. من ممنونم از شما، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. درباره آخوندها که گفتید فقط برای نماز خوندن روی مرده ها و اینها، شنیدم که نمیرن، حاضر نیستن که خطر کنن و حتی برن توی این ایام این کارها رو انجام بدن. احتمالاً به زودی همونجوری که امامزاده هاشون رو به اصطلاح با کردیت کارت و اینها گذاشتن، احیانا اینها هم وسایل الکترونیکی میذارن که نماز رو از راه دور بخونن ولی پولش رو همون موقع یا قبلش دریافت کنن. ضمناً درباره دکترهای بدون مرز، گویا یک گروهی رفته بودن ایران و اینها رو اخراج کردن و گفتن پولش رو بدید. البته آقای هست به نام امید دانا، این آمده بود داشت اینو توجیه میکرد و میگفت که این 9 نفر، 2 نفرش بیشتر دکتر نبوده و چنین و چنان. نظرتون در اون مورد چیه؟ حتی کمک هایی رو که آمریکا گفته بود ما انجام میدیم، گفته بودن به شما اطمینان نداریم ولی پولش رو بدین. لطف کنید خیلی سریع
چون ما به پایان برنامه میرسیم، نظرتون در این دو مورد، دکترای بدون مرز و کمک های به اصطلاح انسان دوستانه آمریکا یا کشورهای دیگه؟ ببینید بسیار جالب هست. اگر قبلا هم اعلام کردم در زمانی که ما صدای من میاد؟ بله. در زمانی که زلزله طبس اتفاق افتاد، ما پول بسیار هنگفتی تهیه کردیم از شمال یک کشور، البته دوستانی داشتیم در کشورهای مختلف اروپایی و از شمال اون کشورها تا جنوبش میگشتیم، داوطلبانه پول جمع میکردیم و میفرستادیم به ایران برای کمک به مردم زلزله زده، و در یکی از این به اصطلاح قسمت‌های این پول رو به پیرزنی دادیم که خب دیگه نزدیک 70 سال داشت ایشون، و ایشون رو گرفتن زندانی کردن که آقا شما اجازه کمک به هیچ کسی ندارید مگر اینکه از طریق کمیته انجام بشه. بنابراین اینها حاضر نیستن که نشون بدن که مردم دیگری هم حاضر به کمک هستن، ولی از اونجایی که دزد و به اصطلاح سر قافل زن هستن، به قول شما سید گاوباز اسمش روش هست، ایشون اینها سید هستن و دزدی اصالتا در اینها نقش بسته، اینها مسلما مسئلهشون این است که آقا همه کمک ها بایستی از طرف ایران باشه، ولی در حقیقت نهایتا میخوان این پول ها رو بگیرن بزنن به جیب و به مردم ایران هم نخواهند رسید. بنابراین انتظاری از اینها نیست و همه اینها حرف است. و اینی که آقا شما نگاه کنین، اون چه برای مردم ایران روشن هست این است، آقا اینها درخواست کردن از یک دولت غربی و بیگانه که مخالفش هستن که آقا بیاید تحریم ها رو بردارید. این من میگم کاسه گدایی، این یعنی مردود شدن این رژیم بعد از 40 سال که درخواست به اصطلاح کنار بردن تحریم رو میکنه. اگر اینها مرد زندگی بودن، اگر اینها مرد عمل بودن، اگر اینها مرد به اصطلاح این بودن که آقا واقعا در بنیه اینها چیز مثبتی هست، 40 سال که چه ارز کنم، 10 سال 15 سال کافی است که یک مملکت رو از گنداب بکشی بیرون و بیاریش در راه خودش. اینها 40 سال هست هنوز درمانده موندن، بنابراین از اینها هیچ انتظاری نمیشه داشت. تمام اینها پنهان کردن در حقیقت مردودیت خود اینها هست و اینها هنوز کاسه گدایی 5 میلیاردیشون دستشون هست و صحبت از تحریم میکنن. اینا میخوان در حقیقت خاک به چشم مردم ایران بپاشن و بگن که آقا جون ما در علتی که این کمک ها را نمیپذیریم این هست که غربی ها میخوان کلاه، مسلما که غربی ها این کلاه رو سر ما گذاشتن 1357، در حقیقت با آوردن همین اینها سر کار، چه کسی بهتر از اینها میتونسته تا به حال جوان ایرانی رو عقب انداخته، 9 میلیون جوان ایرانی رو بیکار نگه داشته، بهترین سرمایه‌های ایران رو که پول باشه و عمر جوانی رو اینها به باد دادن. چی رو دیگه مونده که اینها به باد ندن که در بیان بگن بیگانه این کارو کرده اون کارو کرده؟ خیر، اینها خودشون بیگانه و اجنبی هستن و بایستی برن و همه اینها حرف است. بسیار ممنونم از شما، آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم، با امید اینکه در برنامه‌های آینده بتونیم با شما باشیم ولی با خبرهای بهتر و اوضاع و احوالی بهتر. مواظب خودتون باشید. با سپاس بسیار، درود بر شما. خیلی ممنون. دوستان عزیز، برنامه سوربی با مردم رو دیدید و متشکرم اگر با دوستانتون شیر کردین و لطف کنید اگر از یوتیوب تماشا میکنید اون سابسکرایب یا اشتراک یعنی چی؟ اون رو کلیک کنید، بعد بغلش هم یه ناقوس میاد، یه زنگی میاد، اون رو هم کلیک کنید. آقای اکبری میگن دختر من وکیل هست، به خاطر کرونا چند هزار دلار ریختن به حسابش، او هم تلفن زده که لازم ندارم، جوابش دادن حالا فعلا قبول کنید شاید بعدن لازمتون بشه. آقای اکبری به دخترت بگو آموسوربی سلام رسون، گفت حتما الان دیگه زمانیه که باید تلویزیون مردم رو حمایت کنید، چون مخصوصا در چند ماه گذشته نمیدونم، مثلا ما یه دوستی داریم احمد آقا تو فلوریدا هستن، ایشون ماهی 30 دلار کمک میکرد، احتمالا وضع مالی و شرایط مالی و اینها خوب نیست، ایشون دیگه کمک نمیکنه. ضمن این که نگید خب یه چیزی گفتیم ناراحته، با هم سلام و احوال میکنه و عید رو هم تبریک گفته. و دوستان لطف کنید حمایت کنید و بریم برنامه‌های آقای حسن ارشاد رو هم پخش کنیم و شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. برنامه ما همین جوری خیلی ساده خودمونی، مثل اینکه توی محفلی نشستیم مهمونی، دور هم میگیم و میشنویم، یا گل میگیم و گل میشنفیم. روز روزگار بر شما خوش، با امید روزهای بهتر و آینده‌ای روشن‌تر. ضمناً وزیر بهداشت ایران
گفت بالاخره بعد از چند روز فهمیدیم چه خاکی تو سرمون کنیم، فعلا شما یه سیر نپخته بنداز تو دهنه تا ملت نزدیکت نیاد تا ما ببینیم چه کار کنیم. و به اصطلاح شادم کرونا تا اون موقع هوا گرم شده باشه و بره. آقای صبری حسنپور هم اینجا هستن، به ایشون سلام میکنم و امیدوارم به زودی بشنویم با ایشون هم یک مصاحبه داشته باشیم. ایشون هم کسی که در کارهای تولیدات تلویزیون و برنامه‌های کارهای سینمایی و اینها هست و همون کسی که رفتن ایران و گرفتار و اسیر شدن و در هلند زیبا هستن. آقای سوربی از جناب گیلمرد دعوت کن توی برنامه مرد یا مرد. من بعض وقتا این مردم تیوی رو میگم شما اینجوری که حمایت نمی کنید، من یه مدت دیگه میگم مردم تیوی و میرم سراغ کار و زندگی. مرد نازنی نیست، با آقای گیلمرد من در تماس بودم، نمیدونم، فکر کنم ازش دعوت کردم، این گفت بیشتر اهل نویسندگی است. نمیدونم، البته انقدر من افرادی هستن زمنان اونایی که توی فیسبوک مردم تیوی هستن بیش از 11000 رسید امروز، 11005 تا یا 50 تا هرچی، و فیسبوک شخصی خودم هم که سالهاست 5000 تا تموم شده، دیگه بیشتر نمیتونم. و ما اشتباه کردیم قبلا که بلد نبودیم بیزینس مردم تیوی درست کنیم، فیسبوک 12 تا فیسبوک درست کردیم، 1000 تا اینجا، 2000 تا اونجا، 3000 تا اونجا، بعدم بلد نبودیم این اسامی رو دعوت کنیم بیان روی مردم تیوی. لطف کنید از دوستانتونم بخواید بیان، اگه با من موافقید خب اولا تشویق کنید، اگرم مخالفید دوستانتون رو بیارید، چون فکر نمی کنم شما به تنهایی حریف من بشید. مرسی، روز روزگار بر شما خوش، به امید روزهای بهتر و فردایی روشن‌تر. مرسی.